بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. 3 دقیقه دیر شروع کردیم برای که اینجا باران یخ میبارد و هوا هم خیلی سرده. دیروز رادیو تلویزیون های آمریکایی به مردم میگفت که اگه توی اتاق هستید و آفتاب میبینید گول این آفتاب را نخورید، بیرون خیلی سرده. یاد افتاد به اون شعر زیبای زمستان، فریبت میدهد. این ماجرای مهدی اخوان سالس، شعر زمستان خیلی قشنگه و اگه کسی میتونه زنگ بزنه دکلمه کنه ما پخش میکنیم، اگه نه سعی میکنم پیداش کنم تا این زمستون تموم نشده. با صدای خودشم من شنیدم و دوستی هم داریم به نام آقای محمد علی ابوقداره که استاد سخن و دکلمه است. ایشون این شعر رو یه بار به خوبی اجرا کرد و آقای شجریان هم این شعر رو خونده. آقای شجریان وقتی این شعر رو توی واشنگتن خوند اشتباه کرد. یه جایی شعر میگه که نفس که از جایگاه سینه بیرون آمده است این است. شبد ابری میگه نفسی که از دل تو از جونت جدا میشه میاد جلوت و یک به اصطلاح مثل ابری نمیذاره جلوت رو بگیره. بعد میگه که چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدی. آقای شجریان از بعد اینجور میکنه گفت چه چشم داری ز چشم، دوتاشو گفت چشم، در صورتی که چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک. هر جا هستید خوب و خوش باشید. برنامه ها رو امروز شروع میکنیم. انقدر این آقای ترامپ ماجراساز هست که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، ولی از طرفی دیگه انقدر حرفای مفت و مزخرف میزنه وقتی به یکی میگه اصلا جدی نمیگیره. میگه آقا ترامپ دیگه، ترامپ مثلا وقتا یادتون میگه آقا محلش نذار این دیوونه است، یا میگفتم بابا این ولش کن بچه است نمیفهمه. آقای ترامپ هفته پیش وقتی که برای اولین سال به اصطلاح ریاست جمهوریش جمع شد تو محفل هم نمایندگان مجلس و هم سناتورها، با آب و تاب صحبت کرد، براش نوشته بودن و ادای واقعا رئیس جمهورا رو هم در آورد و انتظار داشت که به الان چه شود، این 600-700 نفر همه بلند میشن و به قول خودش دیوونه وار کف میزنن. دموکرات ها از قبل قرار گذاشته بودن که نه حرفی بزنن نه کف بزنن، دست بزنن، حتی لباس مشکی هم بپوشن و اینها، و این کار رو هم کردن و این رسمه. اصلا برید دوره اوباما رو نگاه کنید، یه نفر حتی بلند شد داد زد گفت دروغگو، یا دیگران دست نمیزدن اینها، چیزی که از اونا میدونن این سیاست بازی رو بلدن و ناراحت نمیشن. ولی این چون سیاست مدار نیست و آدم شارلاتان و دروغگوی هست ناراحت شد، به حدی که پریروز که رفته بود دوباره یه جایی از این بیسوادا رو جمع میکنه، اوهایو و از این پنسیلوانیا و اینا بدبختا، یه مشتشون کشاورزن با گاو و اینا سر کله میزنن، یه مشتشون آهنکارن تو کارخونه های آهن، انقدر دان 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 صدا دادن دیگه مغزی وجود نداره. حالا این اومده دروغ گفته، خلاصه میره تو جمع اینا خوشحال و داشت میگفت که اینا اصلا بلند نشدن جلو من، دست نزدن، این کار آمریکایی نیست که. یه نفر احمقم از اون دور گفت اینا خائنن. گفت بله اینا خائنن. آقا اینا خائنن همانو یه خانمی هست که نماینده مجلس، اگه اشتباه نکنم دو تا پاشم در جنگ از دست داده و برای ایشون نوشت که آقای ترامپ شما نمیتونی به منی که رفتم شمایی که رفتی برای کادتو موقع جنگم گفتی پام یه استخونش درد میکنه نمیتونم پوتین بپوشم، در رفتی از زیر خدمت، نمیتونی به ما بگی خائن. و اینجا نورد کوریا نیست، اینجا کره شمالی نیست مردک، که وقتی هر کی میاد همه جدیجه آدم رو آهنی برای تو دست بزنه. این از اون ور بالا گرفته. از طرفی اونایی که میگفتن بله ما دیوار میخوایم، دیوارم میخوایم، پولشو مکزیک بده. الان این آقای ترامپ ببینید این گدای دور امامزاده ها و نمیدونم شابدالعظیم و شاچراغ شیراز و حضرت امام رضای مشهد و معصومه قم،
هی داره به مردم میگه که شما بیان پول، یعنی به نماینده میگه شما پول بدین. میگن آقا تو گفتی ما پول از مکزیک میگیریم، خب برو از مکزیک بگیر. تو گفتی که یه چیز دیگه، دو روز پیش استاک مارکت آمریکا 1500 تا اگه اشتباه نکنم اومد پایین، و این هر روز کردیت و اعتبار میگرفت. ببینید از روزی که من شدم رئیس جمهور استاک مارکت اینجوری رفته بالا، اینجوری رفته. اون روزی که استاک مارکت اومد بیرون، خبرنگار اومد پایین، خبرنگارا داد میزدن از دور که آقا امروز چی میگی، چرا اومد پایین؟ برای که یه نفر گذاشت جای اون خانمی که مسئول فدرال رزرو بود و کسی بود که بیکاری رو تقریبا از بین برده بود، کسی بود که تورم رو نگه داشته بود، وارد بود. در هر صورت 1500 تا یه دفعه اومد پایین. هر چی صداش زدن جواب نداد. کسی که همیشه حاضر جواب و بلبل درخت نخل و فلان و اینا، خلاصه نتونست جواب بده. و رفتن پیدا کردن که همین آقا سال 2013، بذارید من عکسشو بهتون نشون بدم، ترامپ، میدونی آخه اینا هم که دهنشون گشاده بعض وقتا یه چیزایی میگن برای خودشون دردسر درست میکنن. ترامپ سال 2013 نوشته بوده که حتما اون روز مثلا چیز اومده پایین، ببینم تاریخش 2013، ببخشید فوریه 2015، حالا تصادف رو ببینید، اون 25 فوریه 2015 است، این اول ماه مارچ 2018، یعنی 3 سال پیش این آقا ببینید چی گفته. و من اینجا بهتون نشون میدم select area Donald Trump، بله، نوشته توییتر خودشه، نوشته که اگر استاک مارکت بیاد 1000 تا پوینت توی یه روز پایین، اون کسی که رئیس جمهوره و نشسته تو کاخ سفید، اون رو باید مثل یک گلوله توپ بکنن توی توپ و با یه سرعت بسیار زیاد شوتش کنن به طرف خورشید. حالا امیدواریم که یه نفر پیدا بشه این رو به صورت گلوله توپ، البته توپی هم نداریم که ایشون توش جا بگیره، از بس پت و پن و هرچی کنتاکی فراید چیکن و هرچی همبرگر مکدونالده خورده بماند. دوستان عزیز، و یه ماجرای دیگه هم راجع به ترامپ میخواستم بگم که میگم انقدر زیاده، بله، آها، حالا این اینا رو گفته خائن هستن و این به جای خودش حالا اومده میگه که ما تو آمریکا باید مثل نورد کوریا و مثل راشا و مثل فرانسه و اینها رژه نظامی بذاریم. آمریکایی‌ها صداشون در اومده که آقا آمریکا وقتی میره یه جایی اونجا جنگ میکنه، وقتی برمیگردن برید نگاه کنید، از اون زمانی که جنگ جهانی دوم بوده، از زمانی که آخرین بارش 1991 یا 95 زمان جورج بوش بود که اینا از خلیج فارس که برگشتن، به اصطلاح میان تو خیابونها، مردم هم از اون بالا براشون دست میزنن و چی میزن و اینها. و اینجا که ما مثل کشورهای دیگه که نیستیم که تبل تو خالی باشیم، احتیاج باشه نمایش بدیم، و این کار خرج داره. تو که میگی ما بدهکاری، حالا اومدی یه بدهکاری دیوار رو گذاشتی رو دستمون، از اون ور میخوای حالا مثل چیزا وایسی، این عقده داره، این که نتونسته بره ارتش، عقده خود بزرگبینی داره و میخواد وایس اونجا. نگاش کنید فیلماشو، مال روز باستیل مال فرانسه پارسال وقتی رفته بود اونجا، همچین اینجوری وایساده بود، فکر میکرد حالا این جنرال دوگل یا مثلا اون یکی دیگه کی بود فیلمش هم تو ایران اومد، جنرال پاتون، اینجوری فکر میکنه. در صورت که این احمق کسیه که چون باباش هم پولدار بود و اینها، نامه از دکتر گرفته نرفته جنگ. در هر صورت خدا آخر عاقبت ما رو به خیر کنه. اگه یه دلیلی وجود داشته باشه که من به خدا ایمان داشته باشم، همین ترامپ احمقه. این یک، رژه ارتشی ها، خیانت دموکرات ها، مارک استاک مارکت. و اما من همین اول برنامه از این دوستمون که از خلیج فارس هست تشکر کنم، ساعت 3 هم برنامهش پخش میکنم. دو تا موضوع رو باید بهتون بگم خیلی خالصانه. این کلمه مخلصم خیلی کلمه قشنگیه، چاکرم نمیدونم یعنی چی، ولی مخلصم یعنی خالصانه، لوری بهتون حرف میزنم. ایشون دیروز برای من یه انتقادی نوشت که من 2-3 ساعت تو فکر فرو رفتم و
و گفتم با وجودی که ما اینقدر میگیم انتقاد پذیریم، تظاهر میکنیم اینها، ولی تو وجودمون هنوز یه چیزی هست، وقتی یه نفر انتقاد میکنه اگه درستم میگه باز ما ناراحت میشیم. حالا این یه قسمت از همین انتقاد دوستمونو میخونم که حقیقتاً به منم یاد میده من انتقاد نکنم از مردم، چون هر قدم من درست بگم اونا ناراحت میشن. اینو حتما براتون میخونم. یک پیام شماره 38 رو، این صندلی ما هم یک کسی 100 دلاری بفرست ما یه صندلی 100 دلار که چه از کنم، صندلی آفیس این روزا 600 دلاره، اینجاش اینجوری میکنه، اینجاش اینجوری میکنه، پشت گردن تو اینجوری میکنه، بمانه حمایت کنید. اجازه بدید همین اول برنامه از آقای احمد از فلوریدا، نمیدونم اجازه دارم اسم فامیلش رو بگم یا نه، ولی تشکر میکنم که هر ماه همون چند روز اول 30 دلار به تلویزیون مردم کمک میکنه. ما احتیاج داریم به یه سری از دوستان بیننده که همت کنن و این کار رو انجام بدن. و بارها گفتم اونایی که ماهیانه کمک میکنن مثل پتیک 100 دلار در ماه تا ماه آپریلش هم فرستاده، بنده خدا انگار که ما طلبکارش، خیلی بهتره تا یه نفر یه دفعه 500 دلار بفرسته، 1000 دلار بفرسته و اینها. البته ما الحمدلله 1000 دلاری 500 دلاری کم داریم، از اینایی هم که ماهیانه کمک کنن خیلی کمتر داریم. در اصل برای احمد نوشتم که ای کاش من 100 نفر مثل شما بیننده داشتم. بعد گفتم نه خب این بی‌انصافیه به پتیک و دوستان دیگه، دارم ای کاش 90 دار 10 تای دیگر رو دارم این ور اونور. در اصل دوستان تلویزیون مردم حمایت کنید. ممنونم از احمد از فلوریدا که خیلی هم قشنگ از طریق بانک آف امریکا، از طریق شماره حساب ما، خودش هم بانک آف امریکا اکانت داره و حساب میفرسته. کسی درباره این برنامه‌ای که بانک ها استفاده میکنن، خودشون میگن زل، ولی اسپلش مثل زله هست، زل و زلیل هست که آدم، یه سیستم جدیدی اومده هر کی برای هر کی پول میفرسه گویا اون ترد پارتی هست. حالا نمیدونم اونا اون وسط یک شیراز یا به ویژگون میگن پنجی، نمیدونم اونا یه پنجیریش میگیرن یه لقمهشو میکنن، چون میدونید دیگه زندگی ما شده همین، از روز اولی که دنیا اومدیم هر کسی یه گوشهشو میکنه. پدر و مادرمون با مهر و محبت گفتن فامیل همینجور، رسیدیم سر کار نمیدونم صاحب کار یه جوریشو میخوره میبره، مشتری یه جوریشو میخوره میبره، پول نمیده و همینجوری دولت یه جوریشو میگیره میبره، تیکی تیکمون میکنن و هیچی ازمون نمونده. اجازه بدین همینجا باز از آقای اسم این چیه دوستمون، یه جایی نوشته بودم، آریاس به باوند، تشکر کنم که پیام گذاشته. به خدا من دلم برای اینا میسوزه، معمولا جوون هستن، معمولا احساساتی هستن، تا میان تو تلویزیون حرف میزنن مخصوصا اگه یکم خوش بیان باشن یه ده بیستایی صدتایی دوربرشون میان، بعد اینا یابو برشون میداره. گفتم بهتون مثلا اون روز به من گفت آقا شما میگی کامران قادری، اصلا عصبانی میشه، من چرا اینو با کامران قادری به اصطلاح مقایسه کردم، یعنی اون چقدر عقب افتاده است، واقعا هم درست میگه. آقا عذر میخوام آقای باوند، از شما اقلا بابا بلدی حرف بزنی، اون بلد نیست حرف بزنه، اون صبح که میاد میگه صبحتون باشه، زور که هست میگه زورتون باشه، بعد از زور که میاد میگه بعد از زورتون باشه. احمد تا اینجایی که میگن صبحتون بخیر، زورتون بخیر، بعد از زورتون بخیر، حالا به خاطر اینکه یه سری اینجا هستیم یه سری اونجا هستیم میگن وقتتون بخیر. بمانه دوستان عزیز، آقای آریاس به باوند، اون روز من گفتم آقا این چیه شما بلند شدی رفتی اربیل عراق، بعد تابلوارم نشون میدی که فارسی هستن، میخوای چه کار کنی؟ بعد تازه من میگی من مثل اون عقب افتاده نیستم، ما حزب هستیم، سازمان هستیم. آقا منم میتونم یه تلویزیونی باز کنم، دیدید دیگه 100 نفر باز کردن، تلویزیون ملی مردم، اینا معنی باید داشته باشه. آقای زیا آتابای تلویزیون ملی ایران رو باز کرده بود با برادر خانمش، این دو نفر با هم نمیتونستن بسازن، زیا آتابای با هیچ کس نتونست کار بکنه، ولی اسم تلویزیونش بود شو تلویزیون ملی ایران، یه برنامه اینم 60 مینیت رفت، فکر کرد این کسیه. بعد این فکر کرد حالا چون 60 مینیت باهاش صحبت کرده، واو آقا 60 مینیت کنار خیابون با هوملس هم صحبت میکنه. در هر صورت این من
رئیس و دبیر سازمان و اتحاد نمیدونم حزب اتحاد اینا هستم، آقا این کاری رو حل نمیکنه. بهش گفتم عزیز من، شما میخوای بری ایران آزاد کنی، خودتو رفتی انداختی تو زندان. نه زندان، هنوز به زندان نرسیده، امیدوارم نرسه به زندان. زندان یعنی چی؟ شما اگه بری یه جایی، این روزا اینترنت نباشه، بری یه جایی آب نباشه، برق نباشه، نتونی با کسی ارتباط برقرار کنی، عین این میمونه که یه نفر شما رو انداخته تو زندان انفرادی. پیامشو براتون پخش میکنم و ببینید دوستان، میخوام بگم آقا شما که اینقدر میگی شازده پیام داده فلان، خب اگر تو دنبال رو شازده هستی ببین اون چه کار میکنه. اون که ماشاءالله زرنگ، اصلا نشسته بغل رودخانه پتومک، دیدید عکس سیزه بدری بفرسته، داره مامان جونش هندونه میخوره یا سبزی و نمیدونم نون سبزی پنیر میخورن، از این کارا میکنه. ولی شما بیچاره، اون یکی با یه گاری که میبندن به دوچرخه برداشته، یه چادری هم یه پرچمی هم گرفته دستش، 7000 کیلومتر پیاده راه رفتی. خب 10000 کیلومتر راه برو. یه آقای دیوونه هست اینجا زمستون و تابستون میدوه، خب این ماه تا حالا 10000 مایل دویده، چیکارش کنیم؟ یه کشوری رو بدیم بهش. anyway آقای آریاس به باوند، من برای شما هم نوشتم، بعد ایشون میگه که خب این انصاف نیست که وقتی من نیستم شما صحبت کنی. خب من باید چیکار کنم؟ ترامپ رو میخوام صحبت کنم، ترامپ احمق رو بیارم اینجا، روحانی جلاد رو بیارم اینجا، خامنه ای آدمکش رو بیارم اینجا؟ من صحبتامو میکنم چون اونا هم صحبتای خودشونو میکنن، چون شما هم صحبتای خودتونو میکنید. در هر صورت ایشون یه پیامی هم گذاشته من پخش میکنم که آقا من برق نداشتم که نمیدم. خب آقا اگه برق نداری با یه کسی که قرار میذاری بگو آقا اینجا قرار من و شما، it's at the mercy of فلان، قرار من و شما بستگی داره، برق و آب و مه و طوفان و فلک و اینترنت در کارن تا من و تو بتوانیم وصل شویم و صحبت کنیم. بعد بهش گفتم آقا شما میگی برق نداریم، اقلا شما که میخواستی بری اونجا یه تلفن از این ستلایتی ها میخریدی، حالا فکر کردی میری اونجا ترامپ برای به اصطلاح ماهواره اینترنت ماهواره‌ای میاره، صحبت از ماهواره و موشک و نمیدونم اینها. دیروز یک راکت بزرگی رو این آقای ایمان ماسک کسی که صاحب شرکت تسلا هست، اسم تسلا رو گوگل کنید راجبش بخونید، اون آقای ادیسونی که به ما یاد داده بودن برق رو درست کرده و نمیدونم لامپ رو درست کرده و اینا، ادیسون یه شارلاتان بوده مثل ترامپ و از به اصطلاح دانش و از فناوری دیگران سوء استفاده میکرده، هنر و کشفیات و اختراعات اینا رو به اسم خودش به ثبت میرسونده. البته خب اب نداره، بعض وقتا آدم های شارلاتان هم شما میبینی مثلا یه شارلاتان این جاده رو درست کرده، ولی شما هر روز ازش استفاده میکنید. بمانه اسم تسلا رو گوگل کنید، یه مقدار راجبش یاد بگیرید. اون به اصطلاح کسی بوده که اصلا برق و اینا رو اختراع کرده و امروز من و شما به این قشنگی ازش استفاده میکنیم. ولی آقای ماسک ماشین سرباز میگفتیم، چی میگفتیم اینجا میگن کانورتبل، توی آلمان یه چیز دیگه بهش میگفتن. در هر صورت گذاشته روی این راکت فرستاده و میخواد بره به مارس. البته دیروز یک آزمایشی بود و این اولین کسیه. شما یادتون وقتا آپولو ماپولو که میرفت بالا بعد میافتاد تو آب، بعد یه هلیکوپتر میرفت میآوردش، باقی چیاش از بین رفته بود. بعد گفتن آقا چرا یه چیزی مثل هواپیما درست نمی‌کنی که بره بالا بعدم بیاد بشینه دوباره هم ازش استفاده کنی؟ استفاده کردن، اونم یه چند تاش آتیش گرفت و سوختن و اینا، یادم آخرش چی بود اسمش، چالنج یا سال 1986 بود، من آلمان بودم که 7 نفر آمریکایی سوختن، اصلا رفتن اون بالا منفجر شد سوختن و اینها و اونو درست کردن. حالا این آقا میگه آقا این راکت ها، این وقتی که بغلش این سوخت هست میره بالا، اون لود اصلی رو میبره بالا، ول میکنه به اصطلاح به جو که رسید و اینها، من نمیدونم کجا حالا از جو میره بیرون هرچی، بعد اینا برگرده دوباره ازش استفاده کنیم. و این کار دیروز انجام داد و با موفقیت. اون دوتا برگشتن، احتیاج به باند و اینا هم ندارن، عمودی با ته مثل آدمیزاد نشستن رو زمین، ولی اون اصلیش گویا کرش کرده، کرش یعنی خورد زمین، تصادف کرد و
انتظارش هم میرفت، چون اینا یک یکی درست میکنن، بهش میگن چی؟ آزمون و خطا، یه چیز اینجوری. در هر صورت این آقا اگر پاش برسه به مارس، اونجا رو به اسم خودش کلونایز میکنه، یعنی میگه مثل مثلا آمریکا، مثل انگلستان که اومده بود آمریکا رو میگفت این کلونی منه، یا هندوستان کلونی منه، یا فرانسه رفته بود مراکش میگفت مال منه، اینا هم این کارو میکنه، میگه اگر رفت اونجا. ولی من دیروز درباره این صحبت کردم، گفتم مگه نه اون رند روور یه چیزی رفت مارس که آقای نمیدونم فیروزی و نادر فیروزی یا فیروز نادری، هم فیروز نادری همشهری ما هم هست، اتفاقا اینجا هم تو برنامه نیاک دو سال پیش دیدمش. در هر صورت من نمیدونم اگه اونا رفتن مثل کره ماه که آمریکایی‌ها رفتن پرچم گذاشتن حالا شده کلونی آمریکا، احتمالاً کره مریخ هم یا مارس هم کلونی آمریکا باید باشه. شما در این مورد اگر چیزی میدونید لطف کنید ما خبر بدید. امروز آقای سعید کاووسی 7 دقیقه ویدیو برای من فرستاده بود، داستان یه آبادانی و یه تهرونی که در سربازی با هم دوست بودن. من حیف نگاه کردم، اولا طبق معمول به قول پتیک من نمیدونم این روانی های کی هن که هر چی حرف میزنن یه موزیکی هم بغلش، مثل من الان دارم با شما حرف میزنم یه موزیکی تقریبا به بلندی صدای من این بغل بالام بالام دالام دالام کنه. بماند خودشون میدونن حرفشون نه کیفیت داره نه کمیت داره، مجبورن یه موزیکی بذارن بغلش. با موزیک و با همه این مزخرفات ما تحمل کردیم ببینیم خب این میخواد چی بگه. دو تا سرباز بودن، اینا 2 ساعت هم از هم جدا نمیشدن، اگه 2 ساعت از هم جدا میشدن نگران هم میشدن. گفتم نشون میده این مردی که اصلا سربازی نرفته، چون شما اگه سربازی بری عاشق و معشوق و نمیدونم گی یا همجنسگرا نیستی، دو تاتون یه جا باشین، یکی تونی میذارن سر این پاسگاه، یکی تون میذارن سر اون پاسگاه، بعضی وقتا ممکنه هفته به هفته هم دیگر نبینیم، ماه به ماه هم دیگر نبینیم. بالاخره بعد برای این آقای کاووسی نوشتم آقا این داستانه رو شما خودت هم گوش دادی؟ گفت بله. گفتم خب این چی بود؟ گفت این فیکشن، میدونیم میگن فکت اور فیکشن، یه داستان تصوری بود. میگم آقا ما داستان حقیقی خوب کم داریم که حالا داستان تصوری اونم از هر ببخشید ننه قمری دلش خواسته نشسته داستان گفته. بعد آبادانیه به ای گفت ولک هر وقت زن خوب خواستی بیا آبادان، تهرونیم به او گفت هر وقت تو کار خواستی بیا تهرون، تهرونیه رفت آبادان، آبادانیه برایش میخواست زن بگیره کسی پیدا نشد. ببینید به همین مسخره ولی طولانی، کسی پیدا نشد. بعد همچین که تهرونی میخواست برگرده بره تهرون، تا اومد از خونه بیاد بیرون یه دختر زیبایی رو دید، گفت ولک برای من اینو نامزد کن، اونم گفت باشه کارش درست کرد رفت و اینا. البته این نامزد خود آبادانیه بود. گفتم والا این آبادانیه که ما میشناسیم این آبودنیا، فکر نمیکنم نامزدشون به این سادگی بدن به یک کسی. این یک. دو، من اگه این کار کرده این آبادانی خر بوده. این دو. سوم، این داد به اینو رفت. یه چند مدت گذشت و این آبادانی خیلی نوضعش بد بود و نامزدش از دست داده بود و اینا. پدر مادرش گفتن آخه این چه کاری بود، نامزد تو از دست دادی، کلا بیکار شدی. گفت کاری نداره، میرم تهرون، پهلو دوستم به هم کار میده. رفت اونجا زنگ زد با آیفون، گفت من فلانی هستم. گفت من آقا اصلا شما رو نمیشناسم. اینم ناراحت و غمگین داشت تو خیابون راه میرفت، دید 3 نفر دزد دارن میان و گفت خب دیگه الان هرچی هم پول دارم اینا هم از من میدوزن. بعد حالا میدونم شما میگین سوربی دیوونه است، این داستانه مشنگ چیه؟ میخوام براتون بگم، حالا من شما میخوام 2 دقیقه وقتتون رو تلف کنم. این 7 دقیقه وقت من از کاووسی تلف کرده، میخوام یه جوری ازش ادعای خسارت کنم. خلاصه اون 3 تا دزده اومدن، این گفت آقا بیا من خیلی وضعم خرابه، نامزدم رو دادم به این و نمیدونم حالا هم کار ندارم، این پولا رو بگی برو. گفتن نه ولک ما یه دزدی خوب کردیم، بیا این 50,000 تومان مال تو. اینم رفت حمام و کت شلوار خرید و داشت تو خیابون راه میرفت، یه ماشینی اومد، یه خانمی بهش گفت که آقا بیا اینجا ببینم. گفت خانم منو ول کن. گفت که نه من شما خیلی خوشتیپی، بیا سوارش. سوارش کرد و برد و بهش کار داد و بعد یه مدت هم بهش گفت تو آدم خیلی خوبی هستی، بیا با دختر من ازدواج کن. با دختر این ازدواج کرد. بعد یه روز خانمش گفت بیا بریم بالای شهر، میخوام بریم مهمونی شرابخوری. رفتن اونجا مهمونی شرابخوری، بعد اونجا گفت که من میخوام به سلامتی نمیدونم
این بخورم به سلامتی اون بخورم، گفت به سلامتی این مادر زنم که به من کار داد، به سلامتی این که فلان اینا، ولی به سلام گفت اون آقا هم اونجا بود، تهرونی هم اونجا بود، بعد اون تهرونی هم گفت منم میخوام به سلامتی اون. بعد اینجوری داستان معلوم میشه که این مادر تهرونی است و اونم خواهرش بوده. حالا ببخشید این اصلا توهین بزرگی، اولش با آبادانی ها بود، آخرش حالا به تهرونی ها، که مامانای تهرونی ها تو خیابون همینجور راه میرن، هر شهرستانی مخصوصا آبودونی اونم با عینک ریبن تو خیابون باشه، ولک اینا جلو پاش میزنن ترمز ورش میدارن. بعد میگم آقای تو چی این مزخرفات چیه؟ به سلامت دیدی دیگه از این چیزا از رو صبح تا از میاد، به سلامتی رفیقی که پا نداره، به سلامتی رفیقی که دست نداره، آقا به سلامتی هممون که مغز نداریم. اگه مغز داشتیم از فیسبوک استفاده بهتری میکردیم، اگه مغز داشتیم از برنامه تلویزیون استفاده بهتری میکردیم. برگردم این انتقاد دوستانو بخونم که من دیروز 2-3 ساعت اول خیلی ناراحت بودم، یعنی دیدید از یک کسی انتظار نداری، بعد گفتم آقا این درست میگه. خب آقا درست میگه، من دیگه چیکار کنم؟ یا باید خودمو درست کنم یا همین جوری خریت رو ادامه بدم برم جلو ببینم میتونم پیداش کنم. وعده ها دعوت کن به سلمانی، این هم آخرش، اسمش رو ببینم چی نوشته بودم، خدایا همش را ببین و بخند، صفحه خاطرات، انتقاد منفی. اینم جالب عزیزم، آیا شما انتقاد منفی را شنیده اید؟ دیدید همیشه میگن آقا انتقادای به اصطلاح سازنده کنید، انتقاد سازنده یعنی مثبت، اینجوری که اینا میگن، انتقاد منفی یعنی مخرب، ولی انتقاد منفی که شما اینجا عنوان کردی مخرب نیست. نمیدونم چرا اسمش گذاشتید انتقاد منفی، این انتقاده، انتقاد درستی هم هست. انتقاد کردن شما از بینندگان و پیامهایشان یک انتقاد مستقیم است. این روش دشمن میسازد و مشکلی را حل نمی کند. با صبر کردن، اندیشیدن می توانید انتقاد منفی کنید، یعنی شخص مخالف را بزرگ کرده و اشتباهاتش را شرح دهید. یک نمونه از این انتقاد را برایتان و درباره خودتان زمینه کردم، امیدوارم اندیشیده و نظرتان را به من بگویید. البته شما نویسنده خوبی هستین، اگه این یک نمونه انتقاد شده یک صفحه و سربی رو اینجوری با مشت و لگد جناب آقای سوربی، حقیقتاً همه برنامه های شما جالب است. اجازه دهید که نکات جالب بزن من اینجا براتون اصلا اینو بیارم شما هم بخونید، یه وقت در خوندن این من اشتباه نکنم، چون خیلی وقتا اشتباهاتی انجام میدهم بعدش خودم ناراحت میشم. بله جناب آقای سوربی، حقیقتا همه برنامه شما جالب است، برنامه های شما جالب است. اجازه دهید که نکات جالب درباره شما و برنامه تان را خلاصه کنم. اینقدر شما منظم هستی که هیچ وقت چیزی یادتان نمیره. دیدید هر دفعه میگم یادم رفت، ایشون اینجوری انتقاد منفی کرد. برایتان وقت خیلی مهم است، اصلا دقیقه ای را از دست نمیدید. دیدید اینقدر میگم وقت مهمه، وقت مهمه، یه دفتر یه موضوعی مثلا سر همه 7 دقیقه ویدیوی مزخرفی که سعید کاووسی برای من فرستاده 30 ساعت ور میزنم. اوکی. همه چیز را بدون تلف کردن وقت و یکی پس از دیگری بدون هیچ اشتباهی نشون میدید، که اینم ثابت شده خیلی اشتباه کردم، بعض وقتا چیزها را عوضی نشون میدم. وقتی فیلمی را نشان میدهید هرگز قبل از اینکه مطلب را برساند شما قطع نمی کنید. اینم باز ایشون درست گفته، خیلی ها من تا بی حوصله میشم میگم آقا ولش کن بعدن و فلان اینا، بعد میبینم اصل موضوع بعد از اونی بوده که من قطعش کردم. زیرا نگران وقت و تلف نکردنش هستید، به همین علت هرگز مطلبی را تکرار نمی کنید. خیلی هم تکرار مکررات میکنیم، راست میگید. وقتی برنامه هر روز به پایان میرسد با حساب دقیقه ها این وقت نگهداری شما را میشود با دقت حساب کرد و قدردانی کرد. به مخالفین اجازه میدهید رأی خود را بیان کنند. اینو خیلی درست میگه. با وجودی که ما ادعا میکنیم به مخالفین اجازه میدیم، ولی هر کسی هم میاد مخالفت میکنه، چون عصبانی هستیم پشتش یه جوری میخوایم مخالفت اون رو حتی اگه به حق هم باشه به ناحق بکشیم.
به مخالفین اجازه می دهید رأی خود را بیان کنند و بنویسند. شما با قبول این مطلب هرگز به آنان دشنام نمی دهید، بد نمی گویید، انگشت وسطتان را نشان نمی دهید، چون خیلی صبور هستید و بینندگان را تحمل می کنید. زده حسابی. این وضع شما حقیقتا قابل ستایش است که قلم این نویسنده توان شرح و تفسیرش نیست، زیرا شما دانش کل، عقل کل و حل کننده مشکلهای دنیا هستید. با پند دادن به مردم باید این روشهای شما را اساس فعالیت بشری دانست. خب من اینو همینجا قبول کنم بذاریم بره، یا منم یه انتقاد منفی از ایشون کنم؟ آقا من کی گفتم من عقل بشر کلم؟ من کی گفتم به اصطلاح جواب همه مشکلات دنیا رو دارم؟ ولی اب نداره. خیلی ممنون، متشکرم و ممنونم از دوستانی که اینجا هستن. دوستان اگه لطف کنید این برنامه ها رو با دوستان دیگه هم شیر کنید ممنون و متشکر میشم. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. امروز شاید یک نوشته ای هم اینجا ببینید که نوشته شما هم میتونه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بعد میاد که فقط یک تماس از شما، بقیه کارها از تلویزیون مردم، چه در راه اندازی تلویزیون خودتون چه در داشتن برنامه در تلویزیون مردم، اگر احتیاج به کمکی داشتید من در خدمتتون هستم. ولی دیگه مجانی و نمیدونم خدا عوضتون بده و اینها رو بذارید کنار. عقل بشر، برنامه شماره 38 از دوستمون، ساعت 3 بعد از ظهر سعی میکنم پخش کنم که ایشون زحمت میکشه و از کجا؟ از خلیج فارس با من و شما هستن. و اما دوستان، حمایت از تلویزیون مردم رو گفتم، بازم میگم و فراموش نشه. آمریکا یا بعضی وقتا میگن forget me not، یعنی من رو فراموش نکن. من میگم forget MTV not، یعنی مردم تیوی رو فراموش نکن. اگر سالیانه کمک میکنید، اگر ماهیانه کمک کنید، اگر روزانه کمک کنید. امروز وقتی این آقای دست جدید به اصطلاح حمایت کرد، من گفتم که ببین این روزی یه دلار کمک میکنه، ولی من هر وقت مثلا میرم 7-11 فکر میکنم این به من کافی رو داده، هر وقت میرم یه جایی فکر کنم پتیک به من اونو داده. صحبت از پتیک شد، امروز برش نوشتم پتیک. نمیدونی کجا هستم، بذار یه تصویر بهتون نشون بدم. شما دوستان دیدید و شنیدید که ماها خیلی شکایت میکنیم که آقا خونه های آمریکا همش از کاغذ میسازن و از چوب، و به یه بادی یا میبرتش باد یا به یه آتشی میسوزه تا آخر. اینو از این بر میگیم، ولی وقتی هم میخواییم یه چیزی رو خراب کنیم میبینیم چقدر محکمه، چقدر سخته. و این ماجرا، این یک حمامه که اینجا هم فیلمی هست، قبلا مثل خزینه این بدتاب داشتن، هنوز هم دست بر نمیدارن. حتی قانونه اگه شما بخوای خونه بسازی، اینا نمیذارن شما استند شاور داشته باشی فقط تو خونت، باید بدتاب هم داشته باشی، یا حداقل ویرجینیا اینجوریه، یه چیز مزخرفی خطرناکی که وقتی میخوای بری توش پاتو ورداری، بعدم اونجا کفش اینجوری گردن نزدیک بخوری زمین، بعدم وقتی وای میسی باید یه پرده بکشی. اینا این مال موقعی بوده که یه گالون آب میآوردن میذاشتن، حقیقتش مثل اون سطلای بوده، نه بشکه‌ای نصفش برای اسبا آب میریختن، طرف تو همون خودش هم میشسته. این از همون موقعی خزینه‌های کوچک آمده تو خونه‌های آمریکایی و ولکنشون نیست. بمانه اینا یه نوع شیر یا شیر کنترل هست که شما اینو که باز میکنی آب سرد و گرم کم و زیاد کنترل میکنه، یا میاد پایین، این پایین یه دستگاه میذارن اگه بسی میره بالا. این هر کسی آمده قبلا از این لوله های پلاستیکی بوده، نمیدونم شما اینجا میبینی یا نه، این خونه قبلا لوله های پلاستیکی بوده، بعدا به اصطلاح دولت اون شرکت رو مجبور کرد این لوله های پلاستیکی که ماست، مثل پولیکا تو ایران من یادمه، لوله های پولیکا اتفاقا رنگش هم همین رنگ سیلور یا توسی رنگ بود، خلاصه اینا رو مجبور کرد که همه اینا رو عوض کنن، و اونا هم یه سری لوله کش هایی رو فرستادن. اینا میمد توی یه روز خونت رو 4-5 تا سوراخ درست میکرد، لوله ها رو میکشیدن و میرفتن.
ولی لوله کشیدنشون چی بود؟ نتیجهش این بود. مثلا اینجا وقتی لحیم کاری میکنه با اون مشعل یا تورچش به جایی که یه صفحه ورق حلبی بگیره پشتش، میگیره قشنگ این چوب هم شروع میکنه آتش سوزی و فلان اینها و بماند. خب اینجا معروفه، میگن مگه خود این لوله کشه کجا بوده؟ یادم من موقعی که تو هنرستان دبیر بودم بعضی وقتا یه عده میمدن که امتحان به اصطلاح امتحان بدن که ما بهشون گواهینامه بدیم اینا برن توی شرکتی به عنوان مثلا الکتریشن یا نمیدونم چی برقی کار کنه. و این خیلی دوره کوتاهی بود، بعضی وقتا یه دو روز بود، فقط میمدن چند تا چیز اصلی ازشون میپرسیدی یا یه چند تا چیز. اینا هم همینن، بعضی از اینایی که این به اصطلاح لوله کشی و کارهای کولر رو اینا یاد گرفتن و بیشترشون تجربی شاگرد یکی بودن، بعضی هاشون هم میرن یک کلاسایی مثل هنرستان، حالا بستگی داره چند ماه اینها میگیرن میان و نتیجهش میشه این. کسی که این لوله رو عوض کرده بود، این لوله و این لوله کشی کرده بود، اینجا رو زخم کرده بود. این لوله ها رو وقتی میخوان خم کنن دستگاه های مخصوصی داره، حتی یه فنرهایی هست میندازن دورش که خم که میشه له نشه، اونجا مثل زانوی آدم که پشتش اینجوری بند میشه. خلاصه اینجا آب میداد، این که اومد اینو درست کرد بعد گفت این لوله هم خرابه، چشمتون روز بعد نبینه این قسمت گیر نمیاد چون این کهنه است. ما هم گفتیم خب چیکار کنیم؟ حالا یادتونه گفتم شما اینجا میری دکتر میگی آقا زانوم درد میکنه، میگی نه من متخصص پا هستم، میگم خب مگه این جزء پا نیست؟ میگی نه این جزء لگه، میگیم پا کجا؟ میگی پا فقط اون پایینی. ولی ما تو ایران ماشاءالله از نوک پا تا اینجا قسمت باسن رو میگیم پا، درسته که اینجا میشه فوت، میشه نی، میشه نمیدونم لگ، یکی دیگه‌ش هم میشه شینگل، چی بهش میگن؟ لام شینگ، شنگ، شنگ یه همچیزی بمانه. اولا خیلی خوشحال بودیم، گفتیم نگاه کن چقدر خوبه، تو آمریکا میگی این دستم درد میکنه، میگه آها من مسئول اینجا هستم، این باید بری آقای دکتر فلانی، خیلی خوبه همه متخصصه. حالا این لوله کشه و اینا میگه آقا خب، میگه آقا من که نمیتونم کاشی بکنم. میگم آقا پس تو چیکار میکنی؟ فقط لوله لحیم میکنی یا چی میکنی؟ میگه بله. حالا تازه این کیه؟ یه وارانتی اینجا میفروشن یا ضمانت میگیم چی میگن، میگن که مثلا خونتون، شما وقت خونه میخری یه سال اول اون کسی که بهت فروخته بهت ضمانت میده، بعدش یه شرکت های میان امریکن نمیدونم فلان هر کدومشون هم تبلیغ میکنن، وقت نشونه میدن، وقتی داری میزنی تو سر خودت میگن نزن تو سر خودت، بیا از ما بخر فلان، سال 300 400 دلار میدی، هر چی هم خراب شد میگن اوکی میای، اول 100 دلار ازت میگیرن بعد اونو درست میکنن. حالا درست کردنشون اینه، اومده این لوله رو بذار یه بار دیگه بهتون نشون بدم دوستان، این قسمت رو میبینی تقریبا نوتره، این قسمت رو عوض کرده، بعد میگیم حالا این اینا رو پوشیده بود، من امروز اینا رو کندم. بعد میگه که من این پشت دیگه نمیتونم کار کنم. میگم خب بکن اینو. میگه من که نمیتونم بکنم، ببخشید اینجا بزنم. میگیم خب این کاشی رو بکن، کاری نداره که اینجا پشت کاشی ها میبینید یه چیز قبلا سیمانی بود، اتفاقا دمش گرم دیدم پتیک خیلی قشنگ نوشته پشتش بکر سیمانه، پشتش نمیدونم اینه، پشتش اونه، نه یه چیز آبی رنگی مثل فیبرم، نه یه چی بگم اینا که اون وقتا میذاشتن تو بدنه یخچال، در هر صورت شما میدونید چیه، منم الان دیگه میدونم چیه. خلاصه حالا میخواین یه نفر بیاد این کاشیه رو بکنه تا بعد این آقا بیاد اینو جوش بده اونو درست کنه، بعد دوباره همون آقا بیاد اینو پیدا نمیشه، پیدا نمیشه، یه هندیمن اینجا پیدا نمیشه. اون وقت هندیمن ما داریم توی کالیفرنیا، بنده خدا اینقدر میرفت میومد، تازه اون بچه تیم سارم پولش خورد 150 دلار، 350 دلار، واقعا ننگ بر اینا، ننگ بر اینا. و اینا خوب جواب میدن ها، یعنی ببخشید تقاضشو پس میدن. همون آقا بتی که پول شما رو خورد، زنش بلایی به سرش آورد، هرچی خونه مونده داشت ازش گرفت و رفت. البته این میگه زنم گرفت و رفت، خدا میدونی اصلا هیچی نداشته، همونا مال زنه بوده، بماند. در هر صورت میگن باد آورده رو باد میبره و اینا میگن what comes around goes around. بله این از این ماجرا. و اما پیام آقای
امروز به خاطر این انتقاد منفی این دوستمون قشنگ اینا رو نوشتم، پیام آریاس به باوند رو پخش کن برای دوستان و ببینیم که دوستان واقعا به اینا امیدی هست، میشه اصلا امیدی یعنی بزنیم به اینا اینا جان. خب بذار ببینیم این برنامه زنده سعید برای من چی فرستاده. Very good with phone at Facebook. خیلی ممنون، ایشون میگه که من برنامه شما رو هم از تلفن دارم گوش میدم و هم از فیسبوک، دوتاش خوبه. جان مایکل کوهلر، این خیلی هم جنسا اسمش کوهلره، حالا نمیدونم باز member of the Kohler family and Wisconsin and was a precious industrial and mayor of. خب من نمیدونم، یه توضیح میدادی که این راجب چی لیاده become known as Kohler company. من اصلا یادم نمیاد راجب کوهلر صحبت کرده باشم، بذار پس برم سراغ این. یه توضیح کوچک سعید جان بالاش بنویس که من برگردم به اون. دوستان عزیز، آقای آرمان شهبازی که هم کنسرت گوگوش 24 فوریه داره میاد و هم کنسرت آقای ستار و خانم هنگامه و یه آقای دیگه لطف کردن یه ویدیوی برای من فرستادن، اجازه بدین من این ویدیو رو براتون پخش کنم و بعد اینو میارم تو سیستممون بین تمام برنامه ها پخش میکنم. دوستان، ایام عید ایرانی ها داره فرا میرسه و از قبل برنامه هاتون رو به اصطلاح ردیف کنید، بلیتاتون رو بگیرید با دوستانی که میخواین برین، حتی اگه مهمونی داره براتون میاد بهش بگید که من برنامه گذاشتم مثلا شما رو ببرم، من یه دوست دارم از فلوریدا داره میاد و بهش گفتم که این مارچ 10 و اینا، گفت که نه من متاسفانه مارچ 25 میام. گفتم خب به جای مارچ 25 فوریه 24 25 بیا که گوگوش هست. اینو من براتون بیارم بالاتر، ویدیویی رو که امروز برام فرستادن برام پخش کنیم و به این امید که شما رو اونجا ببینیم. بذارید ببینیم این سر و صداش کجاست. اینم از اینجا دست تنها هستم. من حالا این دوستم که انتقاد کرده هی میخوام تحمل کنم هیچی نگم، ولی میخوام بگم آقا شما که 50 سال پیش 40 سال پیش تو تلویزیون رادیو تلویزیون ایران بودی، این همه تجربه داری، خب شما بیا بشو تهیه کننده برنامه، بذار من یه هفته فقط مجری باشم، بنویس تهیه کن ردیف کن بده دست من، من بخونم یا اجرا کنم. اینجا یه دلیل دیگه ای که ما اینجوری سر در گریبان گیر افتادیم و گیج هستیم همینه که همه کار خودمون میخوایم انجام بدیم. درست میشه مثل آقای آریاس به باوند که خودش هم رئیس حزبه، هم سرباز پیادن، هم فرمانده لشکر قوان و هم نمیدونم والا دیگه چه مرتبه هایی وجود داره. بریم اینو بشنویم و برگردیم و ببینیم چه باید کرد. And proudly presents Orient Production proudly presents شنبه 10 مارچ مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت هم هستی اما زردت هم هست. هنگامه کجا بودی تا حالا؟ احمد صابت صد شدم و به تو کردم عادت، دیوانتم عشقم تو باید مال من باشی. در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ورجینیا، ستار هنگام احمد سعیدی ات چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. بسیار عالی. و این قرارمون کی بود؟ مارچ 10. بذارید ببینیم که سعید یه چیزی اینجا نوشته. نوشته بالاش نوشتم شما نخوندی. آهان بالاش نوشتی این 1883 An American Man by the Name of John Michael Kohler invented the world first bathtub. آها the world اون میگه که این bathtubی که شما میگی خزینه خانگی
این آقای کوهلر درست کرده و اگه نگاه کنی چیزای حمام و آب گرم کن و این شیر و اینها کوهلره. و من بهتون یه چیزی بگم، یادتونه اون وقتا اگه شما داشتی دوش میگرفتی، یه بچه یا یه کسی میرفت آبی باز میکرد، باغچه آب میدادن، شما یخ میزدی؟ الان این ولوی که ساختن خودش این فشار آب رو تنظیم میکنه. اگه شما فشار آب رو تنظیم کردی، اینقدر آب گرم بیاد، اینقدر آب سرد بیاد، وقتی که آب سرد رو باز میکنن اینجوری نیست که شما بسوزی، فقط آب گرم بیاد، خود این تنظیم میکنه. به همین خاطر ولوی که 20 دلار بوده الان 100 دلاره. در هر صورت میارزه، به یه بار سوختن و جیغ زدن ارزش نداره. درصد ممنونم، بالاش نوشتم شما نخوندید، خیلی ممنون. ماجرای ادیسون و تسلا رو بفرز که این ادیسون چگونه کلک زده به این و اون، اختراعات دیگران رو وقتی بعضی هاشون حتی خبر نداشتن که باید به ثبت برسونن، با یه پول ناچیزی امتیازش رو میخریده، بعد میرفته اون اختراع رو به نام خودش ثبت میکرده و تا دنیا دنیاست این از خانوادهش و اینا دارن از اون به اصطلاح پول میخورن و پول میبرن. ممنونم. دوستی داریم به نام خانم لیلا بیگلو، هر وقت ایشون میاد به اصطلاح لطف میکنن و خسته نباشین میگن، منم به شما خسته نباشین میگم. این خانم بیگلو فکر کنم آرایشگره، من میخوام یه نفر که آرایشگره به من بگه این موهای شاخ شاخکی مار که اون وقتا چی میگفتن، خارپشت؟ والا ما حالا دیگه خارپشت نیستیم، خارسر شدیم، هر چی موها سفید میشه کنترلش مشکل تر میشه، هم میره اینور و حالا این دوستمون که انتقاد کرده میگه آقا تو الان 4 بار گفتی من پیام آریاس به باوند رو پخش میکنم و پخش نکردی، همینه این کارا رو میکنی، بعدم من از اون طرف چه کار میکنم، میام انتقاد منفی میکنم. خب بیایم اینجا ببینیم این آقای آریاس به باوند، مثلا آقای آریاس به باوند نمیدونه، آقا بعضیا اصلا چیز فارسی ندارن، به اصطلاح آپشن اون کیبورد فارسی اینا، شما اسمتو که می‌نویسی به فارسی به انگلیسی هم بنویس که اگه طرف انگلیسی هم نوشت بتونه پیدات کنه. من الان دارم همینجوری دنبال فارسی می‌گردم، بالاخره پیدا شد. ببینید دوستان، من برای این آقا نوشته بودم که من ساعت 12 ظهر میام دیگه نمیرم سر کار و با شما صحبت میکنم، چون شما نمیتونی چهارشنبه بیای، سه شنبه من میام. به من نمیگه من اینجا ممکنه برق نداشته باشم، ممکنه اینترنت، میگه باشه. بعد ما وایسادیم هیچ خبر نمیشه، بعد 3 ساعت بعدش تو برنامه زنده چه صدایی هم داره، این فیسبوک، ایشون میخواد تماس بگیره. من میگم آقا اینجوری نیست، ما باید ست کنیم ببینیم از کدوم بلنگو، بعض وقتا از این بلنگو اگر ما صدا بدیم با اون یکی نمیره، نمیگیره، هزار کوفت و به اصطلاح درد سر داریم. بعدم برای من گفت، پیغام گذاشته بود که آقا ما اینجا برق نداشتیم. آقا من که نمیدونم، تو که میدونی باید میگفتی، تو که میدونستی چون نگفتی تقصیر خودته، به خودت بگو آقا اشتباه کردی. وقتی بگیم به خودمون که اشتباه کردیم، از خود دین به مردم عذرخواهی کنیم، کارمون درست کنیم. ولی میگه آقا نشد تو نشد، خب چطور شد دیگه، من اومدم، من خواهم ایران آزاد کنم، شما عجب وطن فروشی هستی، برای ترامپ دست نمیزنی، برای ترامپ بلند نمیشی. حالا بین ایشون چی گفت. 46 ثانیه بفرمون. درود بر شما کدما سوربی نازنین، سپاسگزار ممنون از من ندیدم چون نت نداشتم، الان ساعت اینجا 12:31 بام داده، 24:31 و من الان نت دارم، فکر کنم تا 2 ساعت دیگه اگه براتون مقدور بود به من زنگ بزنید، تماس بگیرید که من بتونم با شما صحبت کنم، چون اینجا روزی فکر کنم 8 ساعت یا 7 ساعت برق میره تو کردستان و اینا از مولد استفاده میکنن، انرژی موقت. یک سری از جاهایی که من هستم این انرژی رو ندارن و ما مجبوریم تاریکی رو تحمل بکنیم. در هر حال من در خدمتتون هستم. ممنونم دوستان. اگه خمینی از عراق به جایی که بره پاریس، به جایی که این همه
آدم و این همه پول و اینها رو دور خودش جمع کنه، مثل این دوستان، یکیش دوچرخه برداشته، یکیش گاری برداشته، یکیش رفته یه جایی که میگه ما 8 ساعت برق میره. حالا فکر کردم میگه ما روزانه 8 ساعت برق داریم، باز جای شکرش باقیه، 8 ساعت برق میره، احتمالاً همون 8 ساعت شب هست که احتیاج دارین راحت. بعد میگه مولد، حالا باز خوب فارسی چون درست بهتر از ماست، اینجا ما میگیم جنراتور، ایشون میگه مولد. دوست عزیز، شما میتونی همینجوری که پیام گذاشتی پیام بذاری، حرفتو بزنی، که منم اینجا وقتی حرفمو میزنم بتونی عین این که حضور داری. هرگز حضور حاضر غائب شنیده ای؟ شما میشی حضوری که غائب هستی ولی صداد اینجاست. من برای ایشون نوشتم دوست گرامی، شما میخوای ایران رو آزاد کنی، خودت گرفتار شدی، رفتی جایی که در قرن 19 زندگی میکنن، یا برق ندارن یا نت ندارن. من امروز در برنامه کمی سر به سر شما میگذارم، امیدوارم دلخور نشی، شاد زی، آزاد زی، سر بلند. ایشون پاسخ داده. ببینید منطقشون هم اینجوریه. درود بر شما. خب امیدوارم که این صوتی من رو تو برنامهتون پخش کنین. عذر میخوام، من نمیدونستم برای آزادی ایران باید وارد واشنگتن بشم. طبیعتاً برای رفتن به ایران بایستی به کردستان یا به ترکیه بیاید، به مرز بیاید و از اونجا عبور کنید. حالا شما سر به سرتون رو بذارید، من ناراحت نمیشم. به هر روی سپاسگزار از این همه انرژی که شما عزیز دارید به من میدید. ممنونم. اولا دمش گرم. همون جوری که اون روزم گفت من مخالفا و دشمنا به من انرژی میدن، من دشمن ایشون نیستم چون اصلا نمیشناسمش، یه آقای یه جای دنیا. ولی دوست عزیز، شما فکر میکنی قرن 15 قرن 6 زمان اسلامه که اگه میخوای بری ایران باید از طریق عربستان بری، نمیدونم فلان بری ایران، نمیشناسه از فرانسه با هواپیما بری ایران؟ گفتم ای کاش خمینی و یارانش هم مثل شما فکر میکردن. ما اگه میخوایم بریم ایران باید خب بریم فلان. بعد اگه میخوایم برین اول وسیلتون رو ببرین. در مثل مناقشه نیست، شیرازی ها اینو میگن. دوستان عزیز تهرونی به من بگن چیزی مشابه این دارید یا نه. میگن کسی که میخواد چیزی بخوره، چیز بعد، قاشق چیز خوریش باهاش میبره. یعنی کسی که میخواد یه کاری انجام بده وسیلش رو اول فراهم میکنه. آقا شما میخوای یه درختی بکاری تو باغچه، نمیری درخت رو بخری بیاری بندازی اینجا خشک بشه، اول میای جاشو با یه بیلی درست میکنی، باز میکنی درخت رو میاری، با حالا یا با حسیرش میذاری، حسینش میذاری اونجا، یا برمیداری میذاری گل میریزی دورش، آب میریزی دورش. شما باغبانی ساده رو بلد نیستی. آقا درود بر شما، میخواستی من بیام واشنگتن؟ ولی من نمیخوام شما بیای واشنگتن، ولی تو آرزو و امید و دل همتون اینه که شما بتونین بیاین واشنگتن عزیز من. و الا آقای فخرآور مگه تو ایران نبود؟ آقای باطبی مگه تو ایران نبود؟ آقای گنجی مگه تو ایران نبود؟ اینا اونجا هیچ غلطی نتونستن بکنن، اونان شدن اومدن واشنگتن. نخه، ما به هیچ که نگفتیم بیا واشنگتن. میگیم آقا اگه میخوای بری یه جا اقلا یه تلفنی با خودت ببر، اون 16 ساعتی که برداری این تلفن رو چارج کن، از یه سرویسی هم بگی با تلفن روز هم میتونی برنامه داشته باشی. باز ایشون لطف کرده پیغام گذاشته 31 ثانیه. بفرمایید. ولی خیلی قشنگتره که تو برنامه تلویزیونیتون من حضور داشته باشم، نه در غیاب من خود بویید و خود خندید و خود مرد و هنرمندید. این در خصیصه یک برنامه ساز نیست. اجازه بدید جایی باشم که دسترسی به نت داشته باشم. چشم، ما اینجا وای میسیم. بینندگان عزیز شما هم وایسین. این بنده خدا از سوئد، از هر کشوری که آب داشته، نون داشته، برق داشته، اینترنت داشته، بلند شده رفته تو اربیل عراق. حالا خیلی جالبه، دیدید هی تبلیغ میکنن آقا اربیل نگو، پاریس بگو، مشروب تا دلت بخواد. خب بله، باید اینقدر مشروب بخوری که وقتی برق نیست بخوابی. سینما نگو، بلا بگو. عزیز من
ما چیکار کنیم؟ ما همینجوری بشینیم اینجا منتظر شما که حالا اون مولدتون جنراتورتون یکی هندل بزنه با بنزین داشته باشه روشن بشه تپ 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 تپ. یه آقایی بود با فرزاد عزیزان مصاحبه میکرد، این بدبخت ها رو یه مشت پول پاکستان و عربستان و سعودی و اینها داده بودن به این بلوچا، با موتورسیکلت میرفت این ور اونور، عزیزان میگه آقا حالا رسیدی؟ میگه نه هنوز نیومده. بعد یه موتوری میمن میگه معلوم بود از این موتورهای چوپا هست، مال روسیه مال کجا. بعد خاموش میکرد وای میساد میمدن دو نفرم یه چیزی میگرفتن که یه سایبونی بشه صحبت کنه. آخرش هم جمهوری اسلامی پق زد کشتش رفت، اصلا باطل شد. هم بعض وقتا اسمشو تو برنامه ها میبینم وقتی دارم اسامی رو میچرخونم، اسم آقای زهی، محمد زهی. عزیز من شما خودت رو کردی به اصطلاح نمیخوام بگم مسخره کردی، خودتو کردی یه دلیلی که من اینجا تعریف کنم. مطمئنم لازم نیست من گویم و من خندم، من میگم بیننده ها میخندن. شما ببین این دیوانه عقب افتادهی که از سوئد بلند شده به خاطر بحران میان سالی، به خاطر مسائل زندگی که داره، زن و بچه و نوه و همه رو ول کرده رفته اونجا، بعد خواهرش هی براش پول میفرسه، بعدم رسید اونجا چهار تا از این جندلگوری ها برش داشتن بردنش خونه شون. اینم خوشحال که چقدر ایران آزاد کردم، حالا کردنش یه چیز دیگه بود بمانه، فرداش هم اینا انداختنش بیرون، یکی یکی رفتن دنبال دوستای قدیمیشون، این بدبخت دوباره تو خیابون گرفته داره میره. و دیدم یه ویدیوی یه پرچمی رو میخواد سر یه ببخشید این بلد نیست یه بهتون گفتم ما وقتی سرباز بودیم روزی که میخواستیم بریم تیراندازی یه افسر رشدی داشتیم خیلی با لهجه قشنگی اومد گفت که جنوب سروار اینا رو کجا میخوای ببری؟ گفت میخوام ببریم میدونی تی. گفت پدر سوخته ها رو برگردن تو آسایشگاه چیزاشون رو عوض کنن بیان اینجا رژه برن. گفت چرا؟ گفت مگه بودجه مملکت مجانیه که من بدم به اینا برن شلیک کنن؟ اینا نشستن از فاصله نیم متری توی سوراخ به این گندگی نمیتونن شلیک کنن. میخوای تو ببری تفنگ بهشون بدی بگی تو 200 متری شلیک کن؟ اینم ماجرای این، اینم ماجرای شماها. شماها خودتونو کردین اسباب خنده. ولی جا داره از رضا زرابی یادی کنم، دوستان یه فیلمی درست کرده، یه برنامه خودمونی درباره داداشش که خودکشی کرده و دو سال پیش این جوون توی کالیفرنیا خودشو به یه درخت آویزون کرده و خودشو کشته. اصلا من وقتی برنامه اینو گوش میدادم دو سه بار گریم گرفت، چون اقلا باهاش همدردم. داداش من خودکشی نکرده ولی بالاخره کشته شده تو سنندج و اینها. و بماند رضا زرابی رو اون دوست نیویورکی این فیلمشو ببینه، بعد ببینم شما باز نظرتون راجع به رضا زرابی همینه که زنگ زدید و شاکی شدید یا نه. دوستان عزیز بریم این عقل بشر قسمت 38 رو ببینیم. تشکر میکنم از دوستمون که اون انتقاد منفی رو گفت و من باور کنید دیروز یه دو ساعتی یه جایی باید رانندگی میکردم و اینا توی فکر این بودم که چقدر چیزایی که شما گفتید درست است. بشنویم با هم دیگه. سلام بر شما. میدانم شنیدن انتقاد درباره هر عقیده دینی و سیاسی بر پیروانش بسیار دشوار است، زیرا چنان در بیشعوری فرو می رود و رفته که عقل توانایی هر گونه دیگر اندیشی را نمی تواند پذیرا شود. برای اینکه به این ناتوانی انسان در تشخیص حقیقت و صحت مسائل دینی پی ببرید برایتان چند مثال می آورم. در هندوستان مردمانی دستگاه تناسلی مرد را می پرستند. در عبادتگاه های ویژه این عقیده مجسمه های معبود یعنی عضو تناسلی را به اندازه های مختلف ساخته و در آنجا چیده اند. مریدان زن و مرد و کودک برای نیایش برآوردن تقاضاهایشان بر آن پارچه های رنگی آویزان کرده نوار می بندند. بر مجسمه ها دست کشیده و کف دست را به صورت و سر می مالند تا متبرک شود. بزرگ داشتش کرده و کارنوالوار در خیابان ها جشن می گیرند. مریدان هندی و آسیایی این عقیده که به آمریکا و کشورهای اروپا مهاجرت کرده اند از پرستش این عضو بشری دست نکشیده و عبادتگاه های این آیین و مجسمه هایش را در اقامتگاه های نوین برپا کردند.
در هندوستان و آسیا پرستش موش و شناختنش در مقام خدایان نیز پیرو دارد. نیایشکده های این دین پر از موش هستند. مریدان هر بامداد برایشان خوراک برده و از آنان برکت، موفقیت، رستگاری و خوشبختی آرزو می کنند. پیروانی متعصب مانند مریدان دیگر عقیده ها میمون و یا بوزینه می پرستند. این پدر بزرگ انسان بنابر تئوری داروین و همانند مریدان موش رمز و کلید عبادت است. تصور می کنید می شود سویشان رفت و این عبادت غلط را از مغزشان زدود و یا تغییرش داد؟ در میان مریدان این دینها و عقیده های گوناگون افراد تحصیل کرده بسیاری با گواهی نامه های عالی و بالا دیده می شوند که به کیششان متعصبند. خواهش می کنم جهت درستی این گفتارها تاریخ نگارش قرآن و دینهایی را که به آن اشاره شد به صفحه های اینترنت و یوتیوب مراجعه کنید، خود بیابید و قانع شوید که این سخنان چرتگویی نیست. با بررسی حقیقت انباشته های بیشعوری را خود جویا شوید. جهت آسایش سریع مغز، سریع مغز خیش تهمت مزخرفگویی نزده و دشنام ندهید. دانش و آشنایی با دینها ساده شده. امروز به راحتی از دستگاه تلفن همراه و یا کامپیوتر میتوان هر مسئله را پژوهش و با جوانب گوناگونش آشنا شد. چرا مریدان دانشگاه رفته و مدعیان علم نادرستی و کجگرایی عقیده و نافهمی مغز خود را تشخیص نمیدهند؟ چرا از ناتوانی عقل خود آگاه نمی باشند؟ اگر دانستن نادانی و شناختن توانایی های مغز برای انسان ساده بود، مطمئن باشید که دیوانه ای نداشته، متعصبی نبود و همه ما آدم شده بودیم. قبل از اینکه از دیگران انتقاد کنیم، روش پرستش خودمان را زیر ذره بین ببریم و به کجرفتاری هایمان آشنا شویم. آیا می توانیم؟ هرگز. قبول کنید که عقل انسان در اختیار خودش نیست. باز گذری به تاریخ کتاب مقدس مسلمانان بکنیم. طایفه های اسلام به منظور تحقیر کردن طایفه دیگر آنان را به تغییر قرآن متهم می کنند. این تهمت به علتهای سیاسی بیشتر متوجه طایفه های مختلف شیعه توسط سنیان ملاحظه شده. این تهمت صحیح نیست. هنگام بازگشت از مراسم حج نسخه از قرآن چاپ عربستان به حجاج شیعه هدیه می شود. آن را با خود به کشورشان می برند. قرآن خوانان شیعه در مسابقه های جهانی شرکت می کنند. در گفتاری ناگفتنی های تفاوت متن قرآن را شرح خواهند. متن قرآنی که در مغرب یا مراکش و شمال آفریقا توسط مسلمانان خوانده می شود با قرآن چاپ عثمانی خاورمیانه تفاوت دارد. به اضافه در آن قرآن نقطه گذاری کمی فرق می کند. نقطه حرف ف زیر چشم حرف گذاشته می شود. حرف قاف با یک نقطه بر روی چشم حرف مشخص شده. مسلمانان مغرب مانند دیگر مسلمانان قرآن خود را صحیح می دانند. قرآنی با متنی متفاوت در لیبی یافت شد. معمر قذافی رئیس لیبی میخواست با استفاده از انتشار آن قرآن مقامی دینی به ادعای مقام پادشاهی آفریقا بر خود اضافه کند که انقلاب لیبی و پایانش این خیال بافی را عملی نساخت. همانطور که در گفتار قبل بیان شد، نقطه گذاری حروف و ناآشنایی به معنی کلمه های آرامی بسیار در قرآن سبب شد که کلمه ها بنابر درک خوانندگان دوران نخستین اسلام و همچنین معاصر معنی و تفسیر شوند. در نتیجه کلمه های جدیدی در زبان عربی پیدا و منتشر شد که از همین نادانی معانی کلمه های قرآن سرچشمه گرفته است. حرف سین و شین را در نوشته های قدیم بدون نقطه می نوشتند. از این رو خیلی کلمه های قرآن برخلاف اصل سریانی یا آرامی تلفظ شدند. یکی از این کلمه ها نام اسماعیل می باشد که اصلش اشمایل است، یا موسا که اصلش موشه می باشد، یا کلمه سلام که در زبان آرامی سریانی شلوم تلفظ می شود. می باید پرسید مفسر قرآن در زمان زندگی حضرت محمد که بود؟ مفسری نبود، قرآنی وجود نداشت. بی سوادی شایع و وجود کتاب در دست مردم یک مسئله معمولی نبود. در نتیجه جنگ عرب ها با شمالیان شرقی
و شمالیان غربی شبه جزیره عرب زبان پیروزمند منتشر و زبانهای شکست خوردگان کنار گذاشته شدند. مگر در زبان خودمان بیش از 5000 کلمه عربی نداریم؟ مگر دستور زبان، صرف و نحو و فرهنگ نامه زبان عربی را ایرانیان ننوشتند؟ این فارسی ها بودند که کتاب های زبان های دیگر را به عربی ترجمه کردند. این هم کوتاه لیست پایه‌گذاران و گسترش دهندگان زبان عربی. فرهنگ نامه الفاظ العین نوشته خلیل فراهیدی، پایه بلاغت نوشته زمخشری، دیوان الادب نوشته فارابی، کتاب کلمه های غریب در قرآن نوشته ابی قاسم اصفهانی، فرهنگ نامه معنی ها کتاب متجر الالفاظ نوشته ابوالحسین احمد پسر فارس پسر زکریا قزوینی معروف به ابن فارس، فرهنگ نامه مصطلح ها کتاب التعریف نوشته گرگانی، دستور زبان عربی را عمر پسر عثمان پسر قنبر متولد سال 148 هجری مصادف با 765 میلادی توسط یک همشهری آقای سربی نوشت و به نام زیبوی معروف شد. این آقای شیرازی مؤلف بزرگترین فرهنگنامه زبان عربی است و تا کنون مورد استفاده و سند درست نگاری نویسندگان عرب می باشد. یک فارسی دیگر نویسنده قاموس المحیط یعنی فرهنگنامه همه جانبه شامل و کامل، ابو طاهر مجید الدین محمد ابن یعقوب ابن محمد ابن ابراهیم شیرازی فیروزآبادی کازرونی است. زبان عربی در فلات ایران رسمیت داشت و همه دانشمندان فارس سی زبان با نگارش به زبان عربی فرهنگ و دانش آن دوران انسان روی این کره را به ارزانی در اختیار حکمرانان عرب قرار دادند. یکی از این کتاب ها کلیله و دمنه است که توسط عبدالله ابن المقفع ایرانی الاصل به عربی ترجمه شد. ترجمه عربی تنها متن موجود از این داستان هاست که باقی مانده و اصلش به زبان هندی و یا فارسی هرگز پیدا نشد. همه دانشمندان و نویسندگان و دیگر اندیشان تاریخ ما بلاهایی به سرشان آمد که امروز تکرارش را شاهد هستیم. دردی که در گفتاری نالوار آه دل را به گوشتان خواهم رساند. ملایان قرنهای سوم هجری و بعد از آن که زبان آرامی و سریانی نمی‌دانستند شروع به تفسیر و شرح کلمه های قرآن بنا به درک محدود خیش کردند. مفسرین که اغلب غیر عرب و فارسی بودند در تفسیرهایشان به ندانستن معنی کلمه های بسیاری اشاره کردند. در این تفسیرها کلمه ها و آیه ها به بیش از 5 معنی تفسیر و شرح داده شدند. اگر قرآن را به زبان اصلی که سریانی بود بخوانیم معنیش بسیار تغییر می کند. بحث و طرح این مسئله فقط برای عرب زبانان قابل درک است. اخیراً یک زبانشناس شهروند عربستان سعودی اظهار داشت که 85% قرآن به زبان سریانی و غیر عربی نوشته شده است. انتشار قرآن همانطور که قبلا گفتم با پیدایش وسایل چاپ در حدود 300 سال پیش آغاز شد. مردم آیه‌هایش را به متن و قرائت‌های مختلف می‌شنیدند. از اصل و معنی و طرز نوشتنش آگاهی نداشتند. با این حال از 14 قرن پیش مردم سرزمین‌های شرق و غرب از هندوستان گرفته تا یوگسلاوی در شمال و آفریقا و اسپانیا تنها با شنیدن روزه و وعظ در مسجدها اصول دین و کتاب مقدسش را شناختند. برای انتشارش به جهاد پرداخته و شهادت را پذیرا گشتند. حال از خود بپرسید چگونه انسانی که عقلش در اختیارش می باشد به چیزی که کاملا ندانسته چنان آماده شود که جان شیرین خود را قربانی کند؟ چه باورهایی موجب جان باختن یک انسان مسلط بر عقل خیش می شوند؟ آیا این گله صفتی را شاهد نبودید؟ با این شرحا در این سلسله گفتار قبول خارج بودن عقل انسان از توانش را شاید تا حال نپذیرفته باشی. برای روشن شدن و شناختن توانایی مغز و انباشته های بیشعوری خیش یک عبارت را که همه مسلمانان تکرار می کنند یادآوری کرده و از شما می خواهم معنیش را برایم شرح دهید. این عبارت صلوات است، عبارتی که در هر محیطی مورد مقصود خیش
مورد مخصوص خیش را به خود تراشیده، میگویند صلوات بفرست. مقصود از ذکر این عبارت متفاوت است. در جایی دعوت به آرام شدن و کسب ثواب می باشد، در جایی دیگر معنیش حرف راست بزن یا از وضعت راضی باشد است. یا مبالغه نکن، در مراسم روزخانی فرصت نفس تازه کردن و گشودن بخشی جدید از گفتار ملا. آیا معنی این عبارت و اصلش را می دانید؟ اگر می دانید صبر کنید و با اطلاعی که در این گفتار به عرضتان خواهد رسید دانش خود را بسنجید. در صورتی که نمی دانید از خود بپرسید چگونه عقلتان به شما اجازه داده عبارتی را به زبان آورده و تکرارش کنید که معنیش را نمی دانید. هرگز هم نپرسیده اید آیا بر زبان آوردن این عبارت و هم‌آواز شدن با جماعت یک نوع بره‌گرایی و طوطی صفتی نیست؟ آیا این تنها عبارتی است که ما بدون دانستن معنیش بر زبان می‌آوریم؟ کلمه صلات برخلاف دیکته معمول در قرآن سلوت نوشته شده است. در دیکته زبان عربی با الف و تای گرد یا تای چشم شکل نوشته می شود. صلوات به زبان فارسی و فرستادنش بر حضرت محمد یک عادت شده و واجب بودنش در آیه 56 سوره الاحزاب آمده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. معنی این آیه این است: خداوند و ملائکه بر پیامبر صلات می کنند، ای کسانی که ایمان آوردید بر او صلات فرستاده و کاملا تسلیم شوید. همانطور که گفتم کلمه صلات در قرآن به شکل سلوت نوشته می شود. این کلمه آرامی است و به همان تلفظ اصلی وارد زبانهای اروپایی شده و سلوت گفته می شود و معنیش قدردانی، احترام و نیکوخواهی است. یعنی با صلوات فرستادن بر پیامبر از او قدردانی شده، احترام گذاشته و برایش خیرخواهی میکنیم. بنابراین میتوان صلوات را چون نیایش برای هر کسی خواهان شد. مثلا بگویم اللهم صل علی سربی و آل سربی. سوال این است چرا این شرح را واعظ در تا حال بر منبر بیان نکردند؟ مقصود گفتار امروز شرح عبارتی است که بدون دانستن معنیش بر زبان میآوریم. با بیان ترجمهش اکتفا می کنم. وارد بحث بیشتر این آیه به عمقش نمی گردم تا از شمشیر تند متعصبین گردن رهانم. این عبارت و تکرار بدون درک معنیش از سوی گویندگان نشان می دهد تا چه اندازه عقل انسان آماده توتی سخن گفتن و پیرو گروه گشتن است. از اینکه عبارتی را به زبان عربی بدون دانستن معنیش صدها بار بر زبان آورده و تکرار کرده اید ناراحت نباشید. باور بفرمایید عرب ها هم معنی این عبارت را نمی دانند. عرب ها هم مانند دیگر انسان ها دور از تسلط بر مغز خیش می باشند. تنها مبتلیان به بیماری چه 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 دنبال سردردی و این بحث ها هستند. می توانید از یک دوست و یا آشنای عرب و سلمان درباره معنی این عبارت خود سوال نموده و ادعای این گوینده را به چالش بکشید. همچنین بپرسید چرا در قرآن کلمه های صلات، زکات و حیات، سلوت، زکوت و حیوت نوشته می شوند. این تلفظ ها بنابر دیکته سریانی نوشته شده است. به علت عدم استفاده از عقل، عدم علاقه به فراگیری، دوری از کنجکاوی و تنبلی، انسان به سادگی ادعای دانش کرده و آماده است با همرنگی از جماعت توتی و بوزینه شود. همین علت ها موجب گشته که نیاکان زردشتی شوند. پس از حمله عرب ها و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی به دینی که از آن اطلاع نداشتند بپیوندند. طی 14 قرن از علل تغییر آیین خود و موجبات پیروی از دین دیگر بی اطلاع باشند، با اراده خود پذیرای دینی شوند که پیشرفتی برایشان به ارمغان نیاورد و حالشان را بهبود نبخشید. دوباره در تله افتاده و بنا به مد روز مدل جمهوریش را زیر سایه ولایت فقیه برگرده نهند. با تغییر رژیم باز بدون دانش پیرو عقیده‌ای می شوند که اصل و هدفش و وسیلهش را ندانستند.
این مطلب را محمد حسن نیکل در کتاب توپای آیت الله نوشت. ترجمه دقیق متن نگارشش چنین است: آیت الله خمینی تیری می بود که 14 قرن پیش شلیک شد و امروز به ما رسید. آشنایی به رفتار انسان در دوران تاریخ یک حقیقت را ثابت می کند. انسان بر عقل خیش مسلط نیست. ببخشید که تکرار می کنم. به سادگی همراه گروه شده و برگی چوپان را می پذیرد و از فراگیری و آموزش دانش گریزان است. کسانی که در غرب به آرزوی رسیدن بر مسند حکم ایران بره گشته و چوپانی این کشور و یا آن رئیس را متوسل می شوند، گله صفتی خود را تشخیص نمی دهند. دین کلمه ایست فارسی که به عربی رفته. با اینکه ادعا می شود دین ها آسمانی و مستقیما به خداپرستی پیوند خورده اند، عملا همه بت را انجام پرستش بت را انجام می دهند که به شکل ساختمان، دیوار، مجسمه، تابلو، اتاق مکعب، سنگ، مزار و یا زریح مبدل شده و در مظهر کسب رضایت موبد باریش و سرپوش و قبا چشم ها را روشنگرا کرده است. با بیدانشی درک آفریدگار نتوان. مورد پرستش انسان که قبلا بت بود فقط تغییر شکل داده و در همه دوران تاریخ موبدان و مبلغین همه آیین ها سخنانی را با متن‌های مشابه به زبان‌های مختلف تکرار و در بیشعوری مغز انسان انبار کرده و برعش ساختند. پاکسازی عقل و دگرگون کردن بیشعوری و دانش‌پژوهی را چگونه میتوان به بار آورد؟ تا گفتاری دیگر، برای شما بهترین را آرزو میکنم. ممنونم از دوستمون، ممنونم از شما. اجازه بدید تشکر کنم از بها ابهری، دوست قدیمی. چند سال بها من و شما همدیگر میشناسیم، همدیگر ملاقات نکردیم. من تو خیابون ایشون ببینم نمیشناسم، احتمالا ایشون ببینه منو میشناسه، شاید هم نشناسه. اون وقتا که منو بیشتر میدید جوانتر بودم، ولی حالا دیگه ممنونم از ایشون. ایشون گفته که اصلا چنین چیزی نیست، خانم من مراکشیه، در خانه 2 قرآن مراکشی داریم که هیچ فرقی با قرآن چاپ ایران یا چاپ سعودی ندارد. باز ایشون نوشته که گله صفتی پدیده‌ای بشری است. حرفای این استاد هم همین را نشان می‌دهد یا ثابت می‌کند. احزاب 56 را هم نفهمیده، از چند آیه قبل و بعدش نشان می‌دهد که منظورش از سلام کردن در همان زمان حدیث. خب باعث میشه بها تو بیا یه بحث جدی رو با این دوستمون داشته باشی. در صورت این دوست ما فعلا امکان برنامه‌های زنده نداره، به مجرد اینکه بتونه برنامه‌های زنده داشته باشه یه وقتی بیاد اینجا و اینها با هم صحبت می‌کنه. یه خبر خوب براتون دارم، ولی به صورت سورپرایز مژده نگه می‌دارم تا روزی که این دوستمون بیاد و احتمالاً همون February 27 و اینها آخر این ماه وقتی آمد واشنگتن، سعی می‌کنم اگه اومد اینجا دعوتش کردم مثلا بیاد خونه ما، اگه اومد اینجا که از اینجا برنامه بذاریم، اگه نه هر جایی که ببینمش، هر هتلی، هر چلو کبابی، هر پارکی، با هم یه برنامه فیسبوک لایو داشته باشم. دوستان بهتون گفتم این روزا با این تلفن شما میتونید از هر جای دنیا برنامه داشته باشید. درباره این آقای آریاس به باوند ما صحبت کردیم، نظرات خودمون رو گفتیم، نظرات ایشون رو هم با وجودی که غائب بودن گفتیم. آقای سعید از کالیفرنیا نوشته: سوربی، مجاهدین با آن همه سلاح و نفرات و کمک‌های مالی در چند کیلومتری ایران بودند، چه غلطی کردند که حالا تک و توک برن اربیل عراق یا برن ترکیه؟ نمیدونم والله. شما این را از اون دوستان سوال کن. یک، ممنون و متشکرم. قوی ترین موشک یا راکت، نه راکت موشک نمیشه، راکت رو تو ایرانی چی ترجمه کنیم؟ چون موشک میشه میسایل مسکه. درصد این هم همون این دوستمون راجع به قرآن که گفت، من یه دو تا چی یادداشت کردم. اولا همه با هم اللهم صل سربی و آل سربی از امروز صلوات بفرستین. بعد ایشون گفته که گفت که این کتابو از این ترجمه میکنه، بعد اون میاد میگه من اصلا کلماتو نمیفهمیم. به خاطر همین که خدا گفته ما برای هر قومی از خودشون پیامبر
انتخاب کردیم. حالا این دوستان درود ورود اگر یکم سوادشون بالا می بردن، به جای فوش و فضیعت و اعدام کردن و تهدید کردن، می نشستن اینو می گفتن که آقا اصلا آقای پیغمبر حضرت محمد قرار نیست پیغمبر ما باشه، بر طبق گفته خودشون برن دنبال کارش. این از خب. و آقای خزائی همشهری خوب من که ایشون هم قرار بود یه سفری بیاد اینجا، انقدر نیومد که اوباما دیگه رئیس جمهور نیست و یه فیلم خوبی رو ایشون فرستاده از قوی ترین موشک شرکت سپیس اکس راهی فضا شد. موشک تازه شرکت خصوصی سپیس اکس، سپیس یعنی فضا، اکس هم چیزایی که مجهوله همیشه یادتونه میگفت پیدا کنید اکس را، به صورت اون میذاره. حالا سپیس اکس که این گذاشته، من نمیدونم منظورش اینه که یعنی مجهولات فضا رو این میخواد برای ما کشف کنه یا چی. بذارید در صورت این رو هم براتون بخونم چون دربارش صحبت کردیم، این رو هم ببینین بد نیست. ضمناً از دوستونم به این وسیله تشکر کرده باشیم. باز هم دوستان از شما، مخصوصاً از اونایی که حمایت نکردن تا کنون، خواهش میکنیم که حمایت کنیم. قوی ترین موشک شرکت سپیس اکس راهی فضا شد. ایلان، من گفتم آیلان، ایلان چی بود؟ ایلان ماسک، اینو باید بزنن تو سر ترامپ بگن این ایلان سال 2010 یا 2012 به اصطلاح سیتیزن آمریکا شده. ببین این چه کار میکنه، چه جوری ما رو داره به جلو میبره، و توی احمقی که 71 سال تو آمریکا دنیا اومدی چگونه میخوای ما رو به عقب برگردیم. ایلان ماسک سرمایه گذار و مدیر سپیس اکس پیشتر گفته بود که چالش های توسعه یک راکت تازه باعث می شود شانس موفقیت اولین پرتاب آن 50-50 باشد، اما پرتاب بدون حادثه انجام شد. ببین اینی که می دونه میگه آقا شانسش 50%، ولی با همه اینها درست رفت بالا. ترامپ نادان میاد میگه من پولو از مکزیک میگیرم، مکزیک رئیس جمهور و رئیس جمهور قدیمیش سم پیداش کنین برای من بفرست، فوش داده به ترامپ، میگه گو فاک یور سلف نمیدونم فلان، ما پول نمیدیم. اون یکی جدیدم که الان تو آفیسه بهش گفته بود که نه، ترامپ گفت تو خب پس آبرو منو نبر، هیچی نگو تا من برای این احمقا و بیسوادا فعلا همینجوری بگم مکزیک کی پول میده، مکزیک کی پول میده، یعنی همون علاوردیه کیه این شعارای آخوندا. اینجا ما ملا ترامپ رو داریم، لباس پوشیدنش که همون عین ملای جودا و ملای خودمونه، رفتارش هم همین که همیشه فکر میکنه اون درست میگه، حتی فکر میکنه این با خدا در تماسه. میگه که سپیس اکس با این پرتاب امیدوار است فالکون‌های سنگین به قوی ترین موشک برای انتقال بار در جهان بدل بشود. این موشک با هدف انتقال حداقل 62 تن بار معادل 5 اتوبوس دو طبقه به مدار پایین طراحی شده است. من خیلی ناراحت میشم وقتی مثلا میخوان یه چیزی رو مقایسه کنن. ما وزن رو که میدونیم، کیلو رو که میدونیم، 64 تن میدونیم یعنی 64,000 کیلو، یه دفعه میان میگن معادل 5 اتوبوس دو طبقه، انگار که ما هر روز اتوبوس دو طبقه رو میکشیدیم وزنش میدونستیم چقدره. یا دیدید بعضیا میگه برابر با 3 زمین فوتبال. خب آقا بگو 1 کیلومتر، ما میدونیم دیگه 1 کیلومتر چیه. عجب احمقانه مینویسن. در این ماموریت، بله، میگه آقای ماسک میگوید این ظرفیت کمی بیش از 2 برابر قدرتمندترین راکت کنونی به نام دلتا 4 هوی یا هاوی است، اما هزینه ساخت آن 1/3 است. در این ماموریت آزمایشی و نامطمئن از یک بار خیلی کوچکتر، یعنی اتومبیل تسلای اسپورت قدیمی آقای ماسک استفاده شد. دوستان اصلا این ویدیو رو ببینی کیف میکنی، اتومبیل رفته اون بالا، از اون بالا داره کره زمین رو میبینه، بعد به جای خودش هم یک دامی یا از این عروسکای چیز گذاشته که لباس فضایی پوشیده. اینم برای احمقایی که بعضی هاشون هم احتمالاً طرفدار ترامپ هستن و فکر میکنن کره زمین اصلا یعنی زمین صافه، کره نیست.
میگه که هر سه بخش پایینی بوستر راکت که به آن شتاب میدهند برای فرودی کنترل شده به زمین برگردشن. دو بوستر به نقطه‌ای برای فرود درست در جنوب مرکز کندی برگشتن و در حرکتی تماشایی با موفقیت از پشت به زمین نشستن. قرار بود بوستر سوم روی یک کشتی بدون سرنشین در چند صد کیلومتری ساحل فرود آید، اما در جریان پرتاب تماس ویدیویی با کشتی بدون سرنشین قطع شد. به همین دلیل هنوز از سرنوشت بوستر سوم خبری نیست. بخش فوقانی فالکان‌های با اتومبیل تسلا اکنون حرکت به سوی مدار نهاییش را شروع کرده است. برای این کار لازم است بخش فوقانی راکت در سه مرحله مختلف آتش کند. آقای ماسک پیش از پرتاب گفت که او بیش از هر چیز نگران مشکلات در همین مرحله است. در هر صورت پرتاب ماهواره خیلی بزرگتر اطلاعاتی و نظامی آمریکا، ابعاد ماهواره چنین چنان، اینا رو برید دنبال کنید. این آقای ماسک هم زندگی جالبی داره و بعضی وقتا اینا خانواده‌شون و اینا فدا میشن یا فنا میشن چون دنبال هدفشون هستن. همین زندگیش دیدم با اون خانومی که قبلا ازدواج کرده بود و بچه کوچولو داشت، اینا بالاخره کارشون با جدایی کشید. حالا نمیدونم که الان به اصطلاح ازدواج کرده یا نه، ولی این تسلا ماشینای برقی هست که همه میگفتن امکان نداره یه ماشین برقی با این سرعت بره، امکان نداره یه ماشین برقی اینقدر مسافت بره بدونی که چارج بخواد، ولی این یکی یکی این امکان نداره ها رو، این ایمپاسیبل ها رو پاسیبل کرد و به راه خود داره ادامه میده. از چند اون که مال آیا و اینا هیچی. خب دوستان عزیز میدونید که ما جمعه ها برنامه های آقای حسن ارشاد رو پخش میکنیم. ایشون هم توی همه برنامه هاش از شماها دعوت میکنه. اگر مایل هستید درباره بهاییت و بهایی و اینها صحبتی داشته باشید، میتونید در برنامه ایشون شرکت کنید. روی فیسبوک هست، تلفن داره، 164 تا برنامه، یعنی 164 هفته پشتکار. و من خیلی خوشحالم به خاطر آقای حسن ارشاد بود که آقای حسن فیروزی که یکی از عالی رتبگان دین بهائیت هست، وقتی از کالیفرنیا آمده بودن اینجا، آمد اینجا و گفت آقا ایشون درست میگه، حسن ارشاد کاملا درست میگه و ما بهائی‌ها به دنبال حکومت دنیا، حکومت جهانی هستیم. گفت اون دوستانی که میگن ما به سیاست کاری نداریم، ما یا دروغ میگن یا دانششون کمه. میدونید یعنی میدونن و دروغ میگن، یا اینکه واقعا بهشون گفتن آقا شما کاری به سیاست نداشتش. در همین رابطه بهائیت و اینها من یه عکسی رو یه دوستی برام فرستاده، اینو به شما نشون میدم که میگه که The World Fake History. من اجازه بدین یک لحظه، اتفاقا عکس 6 نفر بهائی و کلیمی و اینها رو کشیده، به اصطلاح گذاشته توی این ایمیل. بذارید دیر تماس گرفتم. آها این ماجرای دیر تماس گرفتم و من بگم، بعد میخوام یه چند تا پیام پتیک رو پخش کنم. خیلی ممنون پتیک جان، گفته بود من این کتاب رو میخونم، هر جا یک مورد جالب دیدم برای شما مینویسم. نمیدونم صبح سحر چی برای من یه چند تا پیغام گذاشته، بعدش دیدم داره مینویسه. گفتم آقا اینجا ساعت 7 خورده، احتمالاً مال شما 4-5 صبح، برو بخواب مرد حسابی، استراحت کن. در هر صورت اینم از این. در ماجرای این که من وقتی دوستان ایمیل میزنن، فیسبوک میزنن، فیسبوک ریت ریسپانس بودن ما رو، جوابگو بودن ما رو گذاشته 100%، نه اینکه حاضر جوابیم و به هر کسی جواب میدیم، یعنی احترام میذاریم. یه نفر که یه چیزی مینویسه بهشون جواب میدیم 100%. تا اینکه من از 2 هفته پیش نوشتم دیگه 20,000 تا این ور اون ور دارم، نمیرسم، پیرم آقا، وقت ندارم. ولی باز دوستان از من انتظار ندارن وقتی یه چیزی رو میفرستن یه ساعت حتی تاخیر بهشون بدم. یعنی آقا من دوش 10 دقیقه میگیرم، ولی خب فکر کنید منم مثل دیگران 1 ساعت میرم حمام. در هر صورت ما چون این گیر این تعمیر بودیم، امروز صبح وقتی این دوستمون پیام فرستاده بود و نامه نوشته بود و اینها عکس فرستاده بود،
ما خب دیر نبودیم که پاسخ بدیم. ایشون نوشته بود نگران شدم، امیدوارم که همه چیز خوب باشه. گفتم جالبه، من سعی میکنم هر روز یه زنگی به مادرم بزنم. پدرم فوت شده، ایشون تنهاست و هر روز یه زنگی میزنیم. یه روز که دیر میشه میگم حالا ممکنه خواب باشه زنگ نزنم، میبینم اون زنگ میزنه، نگرانه که تا صحبت نکنه به اصطلاح از حال بچه هاش با خبر نشه خوابش نمیبره. در صورت ممنونم به این دوستم، گفتم مرتب بودنم یه مشکلی همراهش هست که یکیش اینه، اون وقت دوستان از شما انتظار دارن، ولی اونایی که مرتب نیستن، دیروز برای یه نفر، نه دیروز، امروز صبح برای یه نفر پیغام گذاشتم، گفتم من برات پیغام گذاشتم، میگه من پیغام ها رو چک نمی کنم. بهش گفتم آقا اول پیامت باید به مردم بگی من پیغام ها رو چک نمی کنم، لطفا اینجا پیام نذارید. ولی تو میای شماره تلفنتو میگی بعدم آویل کال یا از تون از پاسی بود، خودت مسخره کردی. بماند تایید بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی دیگر بعد از ورود به ایران. دوستان نظرتون درباره اینایی که میدونن اگه برن ایران ممکنه بگیرنشون ولی میرن و گرفتار میشن چیه؟ من فکر میکنم خیلی از اینا دوست دارن برن گرفتار بشن، بعد بیان یک کتاب بنویسن، بعد یه جای مشهور بشن، بعد نمیدونم یه مرضی باید داشته باشن که اینا میرن. ولی مایی که مشکلی نداریم، هرچی هم به همون میگن بیا آقا بیا، هیچ خبری نیست، چرا نمیریم؟ ولی که نمیخوام جایی استخدام بشیم، نمیخوام کتاب بنویسیم، برو زندان و بیا کتاب بنویس، برو زندان و بیا ریچارد پر برد میداری بردت، برو زندان خانم قفاری با بنده خدا نابینا، من نمیدونم این نابینا چجوری میره تو زندان اوین، اینو اونو میکشی میاره اینجا. یک دقیقه مطالعه. میگن یه مردی وارد مسجدی شد تا کمی استراحت کنه، کفشاش رو گذاشت زیر سرش رو خوابید، طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدن، یکی از اون دو نفر گفت طلاها رو بذاریم پشت منبر، اون یکی گفت نه این مرد بیداره، وقتی ما بریم طلاها رو بر میداره. گفت امتحانش میکنیم، کفشاش رو از زیر سرش بر میداریم، اگه بیدار باشه معلوم میشه. مرد که حرفای این دو نفر رو شنیده بود خودش رو به خواب زد، اونها کفشاش رو برداشتن و مرد هیچ واکنشی نشون نداد، گفتن پس خوابه، طلاها رو بذاریم و بریم. رفتن. بعد از رفتن آن دو مرد، مرد خوشباور بلند شد و رفت که جعبه طلای اون دو نفر رو برداره، اما اثری از طلا نبود و متوجه شد که همه این حرفا برای این بوده که در عین بیداری کفشهایش را بدزدن. این حکایت برای ما ایرانیان چقدر آشناست، بابت وعده های شیرین چه خوشباورانه خودمان را به خواب زدیم و امروزه میبینیم تمام هست و نیستمان به تاراج رفته و هنوز عده‌ای به امید گذاشتن طلاهای بیشتر خود را به خواب زدن و نمیخواهند قبول کنند که همه این وعده ها دروغ بوده و وعده داده ها دروغگو و پلید بودن. ممنون و متشکرم از این دوستمون. این رو فکر کنم در رابطه با این تظاهراتی بوده، تظاهرات زنان، من عکساش و ویدیوش هم بهتون نشون میدم. ایشون نوشته که دوباره روی این تیز دیر تماس گرفتن دلواپسم کرده، آرزومندم همه چیز روبرا باشه. من این ویدیو رو چند نفر دیگه هم برام فرستادن براتون نشون میدم. دوستان یک عده خانم ایرانی که کفن پوشیدن و در خیابونا را میرن، شعار میدن که براتون حالا بذارید صداش میدم اگه بشه باز کنم اینجا میکروفون، بله اینجا هم بیام کمرای سه، بله یک لحظه امانم بدهید، بله ببینیم چی میگن این دوستان ایرانی. خب دوستان ببینید، این من یه دفعه داشتم میگفتم به اینا تو ایران میگن مال باخته، اینا کسایی هستن که رفتن اینجا آقا رضا یه بانکی باز کرد، آقا رضا پهلوی یه بانکی باز کرد، افراد خام طمع و نزدیک به خودش رو پولاشون رو گرفت و بالا کشید. دوستان آقای مجید خوشنودی نوشت اینا
نزول خورای دوره آخونده هستن. یعنی اگه ما اون موقع تو شیراز داشتیم آقای رجب‌علی صراف، میرفتی اون ورتر کلیمی های تو بازار، یه کارمند پتروشیمی مثل برادر من که میخواست یه ماشین بخره، پتروشیمی بانک ملی و بانک نمیدونم شرکت نفت بهش وام نمیداد، این مجبور میشد بره از یه کلیمی پول نزولی قرض کنه. این دوستمون میگه آقا اینا کسایی هستن که این پولا رو گذاشتن به امید 25%، 30%، 35% و یک سال، یک ماه، دو ماه هم این سودا رو گرفتن. چیزی که هست این سودا رو دوباره برده گذاشته به حساب که روش پول بگیره، و به همین خاطره وجه مشترک ندارن با مردم معمولی. اینا یه عده پولدارن که همون موقع هم جدا بودن از مردم، به همین خاطر که کسی به اینا نمیپیونده. حالا هی بگیم اینا مال خورده هستن، مال برده هستن. آقا مگه بانک ملی 25% سود میداده؟ بانک صادرات، بانک سپه مگه 25% سود میداده؟ اگه نمیداده از خودتون نپرسیدید چرا دولت که پول نفت و همه چی دستشه به ما انقدر نمیده و این میده؟ به این میگن پانزی اسکم. پانزی اسکم اینه، سوربی میاد توی مهمونی میگه دوستان به کسی نگینا، بیان جلو، فقط من و خودتون. یه معدن طلا پیدا کردم و هر کسی 1000 دلار امروز سرمایه گذاری کنه 6 ماه دیگه 2000 دلار بهش میدم. خب این فردا میره یه جای دیگه میگه امروز شما 1000 دلار به این میدی، از اون فردایی ها که پول میگیره به چند تا از شما میده، شما به دیگران میگید آقا سوربی یه بانک پیدا کرده معدن طلا 1000 دلار بهش دادیم، فردا 1000 دلار بهمون داد. بعد ما گفتیم آقا نمیخوان این 1000 دلار هم بذار بیشتر میخوان. گرید، طمع، هرس. سعدی گفت چی؟ این چشم طمع ما آدم ها را یا خاک گو یا قناعت. اگه قناعت کنی میگی آقا من نه بلیت بخت آزمایی میخوام، نه پول استاک مارکت میخوام، من کار میکنم در میارم میخورم، بعد اگه مردم بچه‌ام مراسم خاک کنه میدونم خاک سپاری خرج میکنم، هی اینو بذارم اونو بذارم دلار اینجا یش یا اینجا فلان، اینجوری میشه. دولت ورشکسته رو پولای ما نشسته. خانم آقا مگه شما تو این 40 سال نمیگفتین پول نداره هیچ ایرانی؟ چجوری پولتون رو بردین گذاشتین که دولت ورشکسته بت مرگ رو پول شما؟ خانه از پای بس ویران است. بریم ببینیم پتیک چی میگه. پتیک پیاماشو گذاشتم تو قسمت پیام اگه اشتباه نکنم بر اساس زمان 9:42 دقیقه، 9:44 دقیقه، 9:48 دقیقه شب. 9:42 دقیقه رو اول پلی کنیم ببینیم دوستانم اینجا چی میگن. شما میتونید مثل ایشون زنگ بزنید، عذر میخوام 3 دقیقه بیشتر نیست، ولی ببینید این قشنگ چجوری 3 دقیقه رو گذاشته. آخر این 3 دقیقه که قطع میشه یک کمی از اول اون دوباره اینو میگه که شما مثل فیلمی که به هم میچسبونن بفهمید که چیزی رو این وسط از دست ندادی. من این تصویر 4 رو میذارم که شما حواستون به من پرت نشه و اینم ببینم پیام شما این بود. نه ببخشید 6 پلیر 6 پتیک از کالیفرنیا. یکم صبر کنید چون این با گوگل وایس هست از اونجا پخش بشه. من فکر کنم هنوز این شماره تلفن 957-6150 ما تا 10 دقیقه پیام میگیره، ولی ما به اینا گفتیم دیگه نمیخوایم، ما نه پولشو داریم نمیخوایم ماهیانه پول بدیم و قطعش کنین. حالا ببینیم قطع کردن یا نکردن. حالا مسیج چی شد پس؟ You have one unread message for miss call 8. خب پخش کن دیگه، هی به هم میگه چی داری، من خب میدونم چی دارم، تو برام پخش کن. والا این دیوونه شدن. بذار ببینیم این فرخ هم پیغام گذاشته. فرخ جان من میگیرم اون فیلمایی که میفرسی، ولی باور کن مثلا از هر کدومش که شما میفرسی 4 تا دیگه هم فرستادن و اگه وقت کنم چشم پخش میکنم، ولی بذارید من ببینم چرا پیام پتیک امروز درست پخش نمیشود. 9:44 پخش کنیم ببینیم این چی میشه. پلی مسیج. بله این یکی 3 دقیقه
کاکو جان سلام، پدیگ هستم. به صفحه 135 خاطرات ولادیمیر کوزیکشین رسیدم. چون مطالب زیاد بود گفتم بخونم به جای اینکه بنویسم. در کاگبه از هیچ چیزی حراسی نداشتیم، نه بدان علت که در اوج قدرت بودیم. قبلا گفتم این قدرت تقریبا وجود نداشت، بلکه بدان علت که از همه کسافتکاری هایی که در بالا وجود داشت بیش از هر کسی خبر داشتیم. میگوین ماهی از سر گنده گردد نیزه دون. تصور این چیزی که از سر یعنی برژنف گندی تدر باشد غیر ممکن بود. به درستی قادر به تکلم نبود و میگفتم به سرطان استخوان فک مبتلاست. این دروغ محض است، واقعیت چیز دیگری است. برژنف مرد زنباره بود. وقتی به بالاترین مرتبه قدرت ارتقا یافت توانایی‌های جسمیش تدریجا رو به ضعف گذاشت. به پزشکان شخصیش دستور رسید او را معالجه کن. وقتی معالجات معمولی بی اثر ماند خواستار استفاده از روش های افراطی شد. پزشکان به او اخطار کردند که معالجه با هورمون سلامتی او را از اساس مختل می سازد، ولی معلوم شد که برژنف گوشش اصلا بدهکار نیست. اصل کار این بود که بازم از عهده برآید. معالجه با هورمون چند بار موجب سکته او شد و بر قدرت تکلمش اثر گذاشت. این جزئیات را از پزشکان اداره چهارم وزارت بهداشت یا بنا به مشهود بیمارستان کرملین شد که در آنجا هر نوع دارویی را از چهار گوشه عالم برای استفاده برگزیدگان شوروی گرفت. یکی از دوستان دوران مدرسه را در کاگبه ملاقات کرد. وی از اداره کل نهم و عضو دسته محافظان شخصی برژنف. درباره زندگی رهبرمان جزئیات زیادی از او شنید. در سراسر شوروی معشوقه داشت. به هر جا که می رفت همیشه گلچینی از زنان سخت می کشیدن که اگر خواست در اختیارش باشد. اگر در میان جمعیت مستقبلی زنی توجهش را جلب می کرد، نگهبانان شخصیش بعداً به آن زن تماس گرفته او را با نهایت ادب دعوت می کردن که مهمان آن مقام عالی باشد. اگر می پذیرفت خود و خانوادهش پس از آن ملاقات مورد تفقد فراوان قرار می گرفت. چه مرد عزیزی است این رفیق برژنف. اگر آن زن نمیپذیرفت که خیلی به ندرت چنین میشد با او کاری نداشت، فقط از او میخواستن که تعهدنامه سکوت را امضا کند. میدانستیم که خیلی از زنان هنرپیشه مسکو پس از آن که به روابط صمیمانه با دبیر کل به هم زدن یک شبه ره 100 ساله بیدن. بی علت نبود که برژنف و نزدیکانش یک رشته از مدالها و نشانهای قهرمانی اتحاد شوروی به خود می‌برد. با هر یک از این مدال‌ها یک ستاره طلایی و فرمان لنین را در بله. این 3 دقیقه تموم شد، اجازه بدین که ببینم. یک دقیقه و 50. با هر یک از این مدال‌ها یک ستاره. ولی گوش کنید دوستان، چقدر قشنگ اون جمله آخری رو که اونجا گفت دوباره اینجا تکرار میکنه که من و شما متوجه بشیم. یه دوستی به من گفت آقا 3 دقیقه کمه. گفتم دوست عزیز شما 3 دقیقه صحبت کن. گفت خب نمیشه دیگه. گفتم چرا نمیشه؟ شما صحبت میکنی، اولا یه بار صحبت کنید برای خودتون وقت بگیرید، دوما صحبت کنید، وقتی که رسید به اینجا مثل فیلم یادتونه میگه برمیگرده یه قسمتی از شب گذشتهش رو به شما نشون میده که کجا تموم شد. مثلا جانی داره در زد رفت تو، بعد میگه خداحافظ تو بی کانتینیود، بعد دوباره فردا شب نشون میده جانی داره در زد رفت تو، که شما نگی که یه قسمتش از بین برد از یادت رفته. ببینید حالا این کارو اینجا پتیک به این نحو قشنگ انجام میده. پتیک جان ممنونم، کاش همه مثل تو از این انسل ماشین از این پیامگیر استفاده میکردیم. یک از این مدال ها یک ستاره طلایی و فرمان لنین را هم میدیدن که از طلای ناف ساخته شده است. هر ستاره طلایی در حدود 25 گرم و فرمان لنین 40 گرم وزن دارد. برژنف 4 بار قهرمان کار سوسیالیستی و قهرمان اتحاد شوروی شد. برخلاف نشان های مارشالی و فرمان های مرصع به الماس که پس از مرگ دارندگانش دوباره به دولت بازگردانده می شود، خانواده دارندگان مدال قهرمانی پس از مرگ آنها می توانند ستاره های طلایی قهرمانی و فرمان لنین را برای خود نگاه دارند. به این ترتیب پس از مرگ برژنف
خانوادهش صاحب 285 گرم طلا که فقط متعلق به 5 مدال او بود گردیدن. اضافه بر اینها در دوران کارش از همه اکناف عالم به او مدال‌هایی داده بودند که یقینا از آلومینیوم ساخته نشد. مقدار زیادی طلای ناب اضافه بر مدالی که داده میشد، پول فراوانی هم به آن تعلق می‌گیرد. این تنها یکی از راه‌های گردآوردن ثروت رسمی بود. اما همه مردم می‌دانستند که خانواده برژنف تا فرفره در فساد بود. البته نباید پنداشت که فقط برژنف بود که چنین می‌کرد. همه همدستانش هم مانند او بودند. در بین آنان هیچ مرد شریفی یافت نمی‌شد. ذکر نمونه در اینجا بی‌مناسبت نیست. امتیازات خاص هر مارشالی حتی پس از مرگش به فرزندان او میرسد و مادام العمر از این امتیازات بهره میبرند. مارشال گریچکو وزیر سابق دفاع نوادگانش را به فرزندی گرفت تا از مزایای مارشالی استفاده کنند. اگرچه والدین آنها هنوز در قید حیات بودند، در زندگی واقعی شوروی این اتفاقها یکی و دوتا نیست. موفق باشید. خدا نگهدار. حالا این داستانایی که گفت ایشون از یک کتابیه به نام کاگب در ایران و این رو من روی فیسبوک گذاشتم، گفتم اگر کسی خواست، اگه خودش میتونه پیدا کنه پیدا کنه، اگه نتونست به تلویزیون مردم مجانی دیگه تموم شد، مفتخوری دیگه تموم شد، یه حمایت که بکنن ما براشون میفرستیم. حالا میخوام کتابه رو بهتون نشون بدم، 664 صفحه است و فکر کنم تو پیام بعدی پتیک میگه که این خاطراتی که خوندم شما رو یاد چه کسی انداخت؟ یاد شاه. یاد شاه انداخت که بعدم که فوت شد همه گفتن، همه که نه، اونایی که نزدیکانش بودن گفتن احتمالاً، فکر کنم آقای دکتر رزماورم گفته، قرصایی که اینا مصرف میکردن و چیزا به اصطلاح که نیروی جنسیشون زیاد بشه و اینها، اینا بوده که به این روز انداختنشون. این از این ماجرا. دوستان عزیز، برای که بهتون بگم آگهی یا کمرشال به قول آمریکایی‌ها تو تلویزیون مردم کار میکنه، من اون روز چون میخواستم تشکر کنم از آقای بیژن جعفری راجع به والنتاینز موتور گفتم و یادتون باشه امروز هفت روز دیگه روز والنتاین هست، یه دوستی از کالیفرنیا نوشته بود آقا اینا ماشین به کالیفرنیا میفرسن، حالا یا شوخی کرده بود یا جدی. اگه جدی گفته بود که خب بله احتمالاً تماس بگیرید از اونا بپرسید، من نمیدونم، چون ماشینا میدونید مثلا ماشینا اونجا بهش میگن سلاید تست، اینجا میگن امیشن تست، کالیفرنیا کانادا یه چیز دیگه میگه. ولی من یه تجربه خودم بهتون میگم، حدود 20-25 سال پیش وقتی ما دیگه از این کامیون کهنه ها آزرده و خسته شده بودیم، رفتیم دنبال کامیون نو خریدن. وقتی رفتیم دیدیم میگه این میگه 80 تا، اون میگه 90 تا، اون میگه 100 تا. یه بار من یه روزنامه‌ای به دستم خورد از آتلانتا که چقدر 800 یا 8 ساعت 10 ساعت رانندگیه، فکر کنم 500-600 مایل تا اونجا. ما زبون انگلیسی یاد نگرفتیم، فارسی یادمون رفت، مایل یاد نگرفتیم، کیلومتر هم یادمون رفت. بمانه من زنگ زدم و قیمت پرسیدم و رفتم پروازم اونجا و یک کامیون خریدم آوردیم. بعد بهشون گفتیم حالا اگه ما نو بخوایم چی؟ یه دفعه دیدیم $10,000 ارزونتر از اینجاست، همون کامیون، همون اندازه، همون قدرت، همون موتور، $10,000 ارزونتر. چرا؟ من نمیدونم. اینه که شما تماس بگیرید اگر والنتاینز موتور، آقای بیژن جعفری، اون الکس، اون بابک، اینا آدم های خوبی هم هستن، کار میکنن توی این منطقه هم به همه میشنسن. اگر اونها یه وقتی با تو صحبت کنن، اینها بعضی وقتها ارزش داره که یه ماشینی رو هم $800 میدی میذارنش رو تریلی میارن، نه مایلی روش گذاشته میشه، نه کسی رانندگی میکنه. نخواستی یه شرکت هایی هستن که ماشین شما رو میگیرن، یه پولی از شما میگیرن میدن به یه رانندهی که میخواد بیاد اونجا، یه دانشجویی که میخواد بیاد اونجا این ماشین رو رانندگی کنه بیاد. من خودم اگه بخوام، اگه طرف آشنا نباشه، سعی میکنم بدم به اونایی که ماشین رو میذارن رو تریلی. بعض وقتا اگه ماشین خیلی گرونی باشه میذارن رو تریلی هایی که میپوشونن ماشین شما رو که یه وقتی آب تو دلش تکون نخوره. پسر خود من از آریزونا مثلا ماشین خرید، آریزونا اون ور دیگه نزدیک تگزاس و نزدیک چیزینا،
فکر کنم 700 دلار داد یه ماشین رو آوردن اینجا و اینم میشه. در صورت تبلیغ در تلویزیون مردم کار میکنه، ولی سوای این من چون دو تا برخورد خوب داشتم با این والنتاینز موتور و آقای بیژن جعفری، فکر کردم که خب من هم باید به اصطلاح میگن آخه عشق یه سره باعث درد سره، این نمیشه که همش اونا به ما لطف کنن ما کم لطفی نشون بدیم. گفتیم خب اینجوری تشکر کنیم، اگه ماشین میخوان برای این ایام فبروری و نمیدونم والنتاین و چک ریترن تکستون یا ریفاندتون رو گرفتین، اینها تکس تکس ریفاند، با ایشون تماس بگیرید. والنتاینز موتور روی اینترنت هم خیلی چیزای جالب، وقتی ماشینو دارن اینفورمیشنش هست، کارفکسش هست، بهتون میگه این ماشین تصادف داشته نداشته، نمیدونم کی تعمیر شده نشده. و از اون مهمتر من فکر کنم چون ایرانی هستیم با ایشون فارسی صحبت میکنیم و اینها به اصطلاح میتونن اینها کمکتون کنن. اجازه بدین من در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده برم و یک نوشته ای رو برای شما بخونم. یه نوشته ای رو قبلا دوستمون آقای فرزاد نیساری فرستاده بودن و من به ایشون گفتم که اگه این نوشته ها رو شما خودت بخونی خیلی بهتر میشه، ولی بعضی ها خب میگن ما وسیله نداریم زنگ بزنیم، وسیله نداریم صدای خودمون رو ضبط کنیم و اینها. ما هم میگیم همین که اینها لطف میکنن مینویسن ما هم میخونیم که یک کمکی باشه، هم برنامه ها به اصطلاح قوام پیدا کنه و هم این دوستان نظراتشون را از طریق این تلویزیون به گوش و چشم عقل و هوش شما برسونن. این رو ما نگه میداریم میایم اینجا. آقای علی خامنه ای دامت نابود، شکی نبوده و نیست که شما من جمله خمینی فریبکار مهره ها و بازیچه های اجنبی بوده و هستید و خواهید ماند. آنچه را که شاه نتوانست بکشد و نکشت و نتوانست بفروشد و نفروخ شما کشتید و غارت کردید. اربابان شما اینک در پی بیرون آوردن یک ترشی انداخته دیگر برای دوباره دزدیدن انقلاب مردم ایرانند. این بار مجاهدین ایران فروش و ولیعهد حاج رضا پهلوی را در ترشی تاریخ ایران خواباندند تا بار دیگر کلاهی دیگر بر سر مردم ایران بگذارند. هیچ کس به اندازه شما بر این امر واقف نیست. چرا؟ چون شما از بطن همین گونه کلاه برداری ها ظهور کرده اید و می دانید از آخر چه کسانی یونجه خیانت به مردم ایران را نوش جان می کنید. بیانش بالاتر. و 40 سالیست که بر گرده مردم ایران سوار و در چپاول مال و ناموس مردم یکی از دیگری پیشه گرفتید. دزدی های کلان شما نشانه باور عمیقتان به نابودی شماست. با اندوختن این دزدی ها راه به جایی نخواهید برد، چون در هر کجای دنیا که پنهان شوید هم شما و هم ارباباتان را به دادگاه تاریخی مردم ایران کشانده و در جهان آبروی رفته شما را بیشتر میبرید. یک قران از دزدی هایتان را بی حساب نخواهیم گذاشت. امیدوارم اینجوری باشه. درباره شاه و خانواده شاه نشون دادیم که ما آدمایی هستیم که اگه میخوام تو سرمون امروز بزنم فردا یادمون میره. هیچ کس نرفت دنبال اینا شکایت کنه، حتی همین آخوندا اومدن شکایت کردن ولی دستشون به جای نرسید، میخواستن پولای شاه و اینا رو بگیرن که برید نوار رضا پهلوی رو با چی حسینی فرامرز حسینی ببینید که فرزاد حسینی چیه اون حالا چون فرزاد داریم نیساری. در صورت میگه ما 62 میلیون فقط داشتیم. آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه ایشون دروغ میگه، 62 میلیون یک قلم نقدینه بوده، باقیه چیزایی که اینا داشتن فرق میکنه. یه جای دیگه شنیدم آقای اردشیر زاهدی به خانم فرح پهلوی گفته این مرد شاه الان سرطان داره مریض، چرا اینقدر بهش نق میزنی برای این هواپیما؟ شما که میلیاردها دلار پول با خودتون آوردید. بیشک
از شما بی سوادتر و نالایقتر نبود که به همت و یاری دشمنان ایران بر مسند قدرت بنشینید. شما همان ترشی انداخته های اجنبی هستید که همانند مجاهدین خلقتان در سرکه خوابیده بودید تا انقلاب مردم آزادی خواه ایران را در بزنگاه تاریخ بدوزید. حقا که در حفظ آداب و رسوم و باورهایتان فرزندی پدران تجاوزکار خود را اثبات کرده اید. 40 سال از حکومت نالایق و بیبخار شما میگذرد. خدمات خیانتبار شما بی سوادان شرافت ندار به اربابان و حقوق پردازان اجنبیتان پر است از در به در کردن مغزهای ایرانی، بی خانمان کردن فرزندان و کودکان ایرانی و به باد دادن اندوخته های مالی و فکری مردم ایران تا کاخهای اربابان اجنبی شما آبادتر و کوخهای مردم ایران کوختر گردد. اینک بار دیگر جای پا و اربابتان را دنبال می کنید تا با ایجاد تفرقه مردم ایران را به جان یکدیگر انداخته و مالشان را در روز روشن دزدیده و تصاحب کنید. دیروز سنی را پیش کشید، سنی را پیش کشیدی و امروز زرتشتی را علم کرده ای. از گدا گشنه جز این انتظاری نیست، چون از کوزه همان تراوت که دروست. کاملا روشن است که سکوت شما در برابر اعتراضات مالباختگان تأکیدی بر یک دزدی رهبری شده و هدایت شده توسط رهبری شما مهره اجنبی است. کاملا روشن است که سکوت شما در برابر دزدی های کنار رهبری شما در دندوختن مال و دزدیدن حق و حقوق فرزندان و کودکان ایران است که تا در لحظه فرار به اندازه کافی بار خود را بسته باشند. اگر ننگتان می آمد که نوکری اجنبی نمی کردید، اگر ننگتان می آمد که مال بینوایان نمی دزدید، اگر ننگتان می آمد که با شکم سیر کودکان ایران را گرسنه رها نمی کردید، اگر سواد شرف داشتید که به جای عربده کشان بی عرضه حسینی به درس و مشق و مدرسه کودکان ایران، من این متوجه نمیشم، اگر سواد و شرف داشتید که به جای عربده کشان بی عرضه حسینی به درس و مشق و مدرسه کودکان ایران میرسیدید. اینه دوستم، من میگم اگه خود نویسنده بخونه خیلی بهتر حق رو به اصطلاح ادا میکنه. اگر شرف و ارق مملکت داری داشتید که همانند رضا شاه نفت ایران را به باد نمیدادید، حق و حقوق ایران در منابع نفت و گاز شمال انگلستان را به باد نمیدادید، ننگتان باد. آری، در مهره اجنبی بودن شما و هر آن کس که حقوق مردم ایران را محترم نمی شمارد شکی نیست، چون در گفتار، کردار و اندیشه شما عملا نفع مردم ایران جایی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. می دانید که در خفگی نیست، در خفتگی نیز بیدارید تا از غارت مال و منال مردم عقب نیفتید. سرنگون دامد، خدمتگزار ایران و ایرانی، فرزاد نیساری. ممنونم از این دوستمون. ولی دوستان، به خدا اگر سعی کنید هر کدام از شما مثل آقای پتیک دو تا پیام 3 دقیقه‌ای مثل این دوستمون از خلیج فارس، هفته 10 دقیقه، 20 دقیقه، 15 دقیقه برنامه بذارید، منم اینجوری دماغم کیپ نمیشه که نفس نتونم بکشم و با هم یه برنامه بهتر و سنگینتر و رنگینتری به شما میدیم. و اما بذارید بریم سراغ یه دوستی که یه روز از من گله کرد، گفت آقا تو ما رو امروز کردی کیسه بوکس چپ و راست میزنی. گفتم نه بابا، ناراحت نباش، شما تنها نیستی، ماشاءالله اینقدر دوستای خوب مثل شما داریم که وقتی من یه چیزی میگم جنرال عمومیه. این دوستمون گفت که ما باید بگردیم دنبال یه رهبر، یعنی ایشون به اون حرفی که من میزنم موافقه. این که آقای ایکس میاد میگه آقا من که نمیخوام کاری بشم، ولی آقای ایگرگ میاد من که نمیخوام کاری بشم، ولی آقای شاه میاد من که نمیخوام شاه باشم، ولی اینا، به خاطر همین نمیخوام و ولی ما موندیم علیل اینجا. اگر یکی میومد، حتی همین کامران قادری بدبخت، حتی همین آقای آریاس به باوند، میگه آقا من میخوام برم رهبر بشم، 20 نفر اگه باورش داشتن به این 20 نفر میگه آقا اولا باش شناسنامه‌تون بیارین، من تو شناسنامه‌تون بنویسم، دوم من باید اینقدر مبلغ پول بدین که هی
باورمندیشون ثابت بشه. باور کنید من میرفتم دنبالش، ولی همه میگن ما نمیخوان. من میگم ببخشید، خب شما که نمیخوای برو کنار، بذار اونی که میخواد بیاد جلو. همش نمیخوایم نمیخوایم نمیخوایم، ما از این نمیخوایم 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 ما خسته شدیم. البته من میدونم اینا دنبال چی هم، دنبال همون برنامه که خمینی گفت ما یک آخوندی هستیم میخوایم حالا بریم بشینیم قوم برای خودمون سرمون رو کنیم تو کتاب و اینا، کاری نداریم. بعد رفت گرفت. اینا میگن ما نمیخوایم، فکر میکنن میرن میگیرن. دیروز برنامه آقای شهرام و همایون یه دوستی برای من فرستاد، من زیرش نوشتم که این جنبش چند هفته گذشته ایران یک معجزه بود، معجزه‌ای که رجوی مرحوم رو زنده کرد و شروع کرد به پیام دادن، معجزه‌ای که شهرام همایون بیمار رو شفا داد و تلویزیونی که بسته شده بود دوباره باز شد. حالا حتما معجزات دیگری هم این ور اونور هست. ها نوشتم که معجزه‌ای بود که رضا پهلوی تنبل رو بعد از این همه سال یه حرکتی بهش داد و همه اینها بوی کباب شنیدن. حالا کی باشه برن اونجا ببینن آقا داشتن این الاغا رو میدین مور میزدن روشون، داغ میکردن. فیلمای وسترن هم حتما دیدی. دوستان عزیز، از یکایکتون ممنونم. ممنونم از آقای مجید نوروزی که نوشته If it sounds too good to be true, probably it is. میگه که اگر به نظر خیلی این چیزایی که میگن یه جایی مثلا تعریف میکنه، همین راجع به همین پول بیار بذار 30% بهت سود میدیم، آقا بیا اینجا سهام بخر فلان میشه، میگه اگه همون اول به نظرتون خیلی عجیب میاد که درست باشه، احتمالا خیلی عجیب هست که درست باشه. گول اینا رو نخورین، زندگی رو بی طمع ادامه بدین. این دوستمون به من گفت که آقا ما باید دنبال یکی بگردیم اینا. من براش به شوخی نوشتم که به شوخی هم نه نوشتم، من وقتی اومدم آمریکا 31 سال 32 سال پیش یه برنامه‌ای بود به نام Star Search، یعنی به دنبال ستارگان. میدونی هنرپیشه ها اینا رو تو ایران هم میگفتیم ستاره فیلم های سکسی فروزان، نمیدونم این از همون کلمه استار اومده، یعنی اینا مثل در آسمان معمولی میدرخشن ولی من و شما بیچاره ستاره کورک هستیم. خلاصه این پروگرام اینجوری بود، یه دختری خوب میخونه یا آقایی نمیدونم استار سرچین و این برنامه ادامه داشت. من برای این دوستمون نوشتم حالا یه برنامه بذاریم به نام شاه سرچ، بگردیم دنبال کسی که میخواد شاه باشه و بیا شما شروع کن، شما بگو آقا این آقای آریاس بد باوند، این آقای رضا زرابی، این آقای نمیدونم فلان، اون یک خانمی هم هست تو کالیفرنیا بیچاره اونم داداشش کشته شده و بیان اینا چیز کنه. برای من خیلی جالب بود. این دوستمون برگشت من گفت شما حاضری هفته نیم ساعت یه همچین کاری رو انجام بدی؟ براتون یه چیز تعریف کنم، شما حتما آقای رضا شیرازی رو میشناسید، محمد علی ابوقدار رو میشناسید، اینا کسایی هستند که من وقتی 20 سال پیش این کارو شروع کردم با اینا بودیم. و یه روزی آقای رضا شیرازی که خیلی هم ماشاءالله خونسرد بود و اینها و همه فکر میکردن چون این فامیلی شیرازیه، شیرازیه که اینقدر حالا یاران بیاد که آبادانی بود حقیقتا، اومد گفت که آقا ما باید یه برنامه بذاریم پرشور و هیجان، این برنامه چیه شما میان اینجوری فلان. محمد علی هم گفت به 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 چه خوب، بالاخره یکی از این دوستان یه پیشنهاد داد یه برنامه متفاوت بذاریم. گفت چه برنامه؟ حال نشستون دوری میز میتینگ از این میز گردا که میگن البته بیزی بود 14 نفر اونجا بودیم. بعد گفت که آقا یه برنامه مثل بیل اورایلی آتشین. گفت به 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 به، خب کی میخواد اجرا کنه؟ گفت خب شما اجرا کن. گفت آقا من تو همین موندم. خب دوست عزیز من دیگه تو همین موندم، توانم همینه، شما بیا یه برنامه ای رو را بنداز 3 هفته 2 هفته تا ببینی چقدر مشکله. دیدی من آخر این انتقادایی که این دوستمون گفت به یه جوری جوابش دادم؟ گفتم آقا شما تهیه کننده بودی، فیلمساز بودی، دانشمندی، هنرمندی، مهندسی، شما بیا یه برنامه بساز، کاغذها رو به دست من بگو آقا سوربی، اصلا نگو آقای سوربی، بگو سوربی اینا رو بخون. برای این 2 دقیقه وقت داری، برای این 1 دقیقه وقت داری. منم هی میخونم هی میذارم پایین، هر روزم این کاغذهای من هی اینجا اضافتر میشه چون نوشته ها اضافتر میشه، فایلا پهن‌تر میشه مثل خودمون. از یکایی که شما دوستان عزیز ممنون، متشکرم. اتفاقا همین آقای نوروزی و اگه اشتباه نکنم با همسرشون، ایشون هم
برنامه‌هایی می‌سازن، برنامه‌هایی دارن، ولی من نمی‌دونم که چرا هیچ کسی نمی‌خواد خودش رو به اصطلاح مقید کنه، مقید یعنی این قید و بند رو داشته باشم که آقا من هفته 10 دقیقه، هفته نیم ساعت برنامه داشته باشم. ولی همه میشینن، وقتی شما هفته 10 دقیقه برنامه گذاشتی مثل آقای افشین عبداللهی، یکی میاد میگه آقا چرا آلمانی حرف میزنی، یکی میاد میگه چرا اول خانم ده حرف میزنه دوم تو حرف میزنی، هفته دیگه که این میاد میگه چرا اول تو حرف زدی دوم خانم ده حرف زد، چرا اول اون آلمانی حرف زد دوم. ماجرای ملا نصرالدین پسرش و خرش رو یادتون نره. آقای فرخ از شما ممنون و متشکرم. و اون ماجرای ایمیل و اینا، آقا یه روزی مهم نیست کامپیوتر شما از آلمان اومده باشه یا از هر جای دیگه، یه روزی یه نیم ساعتی اگه دوست داشتی بیا خونه من، یا من میام ببینم، یا توی کتابخونه هم دیگر ببینیم، یا توی استارباکس هم دیگر ببینیم، و من تو اون نیم ساعت بهت یاد میدم که چجوری با ایمیل بفرستی. اینا وسایل روزه، به اصطلاح از این وسایل اگه استفاده نکنیم میشیم مثل این دوستان که میخوان برن ایران رو نجات بدن، خودشون میرن تو کردستان گیر میفتن. خب دوستان ممنون و متشکرم از شما. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و باور کنید که دیگه روی این کاغذه اینجا چیزی ندارم، اینا رو همش به صورت سرتیت یا هدلاین نوشته بودم که بگم. میخوان یه نیم ساعت دیگه هم برم یه کمی این چیزها رو خلوت کنم، برم باشه چشم. خب صفحه خاطرات افسر کاگبه، They still have those kind of show. بله اونا رو میدونم، امریکن آیدل میدونم، امریکا گات تالنت میدونم، اینا همه رو میدونم. ما سر یه بحث مشهر همین دوستمونه که گفته این تظاهرات زنان بهتون نشون دادم که این دوستمون فرستاده بود که دولت ورشکسته رو پول ما نشسته. آقا شما که میگفتین ما پول نداریم دولت پول داره، چجوری دولت میتونه رو پول شما نشسته باشه؟ مگر این که اونی که مجید خوشنودی گفت و گفت کاک و سوربی اینا نزول خورای آخوندی هستن، خیلی هم شیک و مرتبن و اینا نزول خور بودن. تایید بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی براتون خوندم، پس اجازه بدید پاکش کنم. نخوندمش، فقط سرتیترش گفتم بذارید یک قطعه یا یک پاراگرافش بخونم. نوشته که برخی منابع حقوق بشری از یک ایرانی دو تابعیتی دیگر نام بردن که از 14 ماه پیش در بدو ورود به تهران بازداشت شده و خبر بازداشت او تازه توسط خانواده ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. آمنه حیدری مادر آقای هاشمی نبی تایید کرده که او در سوم دی ماه سال گذشته پس از ورود به ایران به همراه توسط سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین نگهداری می شود. مادر این ایرانی دو تابعیتی گفته که قاضی پرونده فرزندش ابوالقاسم صلواتی است. این قاضی به صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی شهرت دارد. چرا 13 ماه صبر کردن حالا صحبتشو می کنن من نمیدونم. از چلو کباب دعوت کردن دست بردار و دعوتشون کن به سلمانی. چه جالب، همین امروز من راجع به موها صحبت کردم و واقعا دیگه عاجز شدم. دیدید که یه مدتی هم به خاطر یه برنامه ما موهامونو زده بودیم، خیلی راحت تو 3 دقیقه آدم دوش میگیره. گفتم بی خود نیست، مدرسه میرفتیم میگفتن موهاتونو بزنید، ارتش بودیم گفتن موهاتونو بزنید، و واقعا در روز شما یه ربع ساعتی جلو هستی. هی به خاطر میزانپیلی و نمیدونم چوسان فیسان، کلمه چوسان فیسانه که میدونید کلمه روسیه. جالبه دوستمون امروز گفت که 5000 کلمه عربی تو فارسی هست. آقای دکتر نصر احمدی باور داره که 7000 یا بیش از 7000 کلمه فرانسوی تو زبان ما هست. 5000 تا عربی، 7000 تا فرانسوی، چند هزار کلمه ما تو چیز داریم. یه روز باید این فرهنگ لغات و اینا رو نگاه کنیم ببینیم کجا به کجاست و چی هست و چی نیست. یعنی رفت که رفت. نمیدونم این فیلم ها رو شاید من برای مجید ارسال کنم اینا رو بچسبونه به هم ما ببینیم. و اما فیک نیوز اند ترامپیان تریت تو دموکراسی، ماجرای ترامپ، دوستان ترامپ داره قدم به قدم، یعنی جاش پاشو میذاره جای دیکتاتورها. یعنی اگر نگاه کنید آمریکایی که این میگی بیان رژه برن تو خیابون،
آمریکایی که این میگه اگه کسی من حرف میزنم دست نزد، یادتون بیاد به دوره شاه اگه یه بدبختی بلند نمیشد پاش در میکرد از پشت میزنن تو سرش که آقا بلند شو، سرود شاهنشاهی دارم میزنم. حالا سرود شاهنشاهی بود شاهنشاهی مازن دبا. خب اگه تو به خدا باور داری شاهنشاه خدا زندت میذاره یا میکشته. اون روز مجید قشنگ و گفت شاه یه اشتباهی که کرد تو مکزیک یه وقت مصاحبه کرد و گفت که حتما خواست خدا بوده که انقلاب شد. با این که خواست خدا بوده انقلاب شد، مهر تایید زد رو انقلاب خمینی. و اما اول برنامه یا وسطای برنامه داشتم راجع به این بهتون میگفتم که آقای حسن ارشاد 164 برنامه ساخته، در حین برنامه 165مش رو هم برای من فرستادن. و جالبه که من یه ایمیلی از آقای زرابی و دوستان دیگه گرفتم که اینه: 6 نفر یهودی مأمور انگلستان که در سده 19 اسلام را از نابودی حتمی نجات دادن. سده 19 یعنی قرن 19 دیگه، نه هر یه قرن 100 ساله. نتیجه 1 تداوم نادانی و تاریک اندیشی مذهبی، 2 ادامه چپاول منابع خاورمیانه، 3 ظهور مجدد تروریسم سنتی اسلامی. خیلی جالبه که عکس این 6 نفر که گذاشته که من الان براتون نشون میدم بهائی‌ها هستن دوستان و اخوان المسلمین. بعضی از دوستان به این اخوان المسلمین به اشتباه میگن اخوان المسلمین، غلط. بابیت سید محمد علی باب، سید علی محمد باب، ادوارد براون انگلیسی، میرزا یحیی نوری صبح ازل، محمد عبدالوهاب وهابیت سلفی سلفات، بهاءالله حسین علی نوری، سید جمال الدین، این هم اسدآبادیه دیگه نه، سید جمال الدین اخوان المسلمین. من این عکس رو برای آقای حسن ارشاد هم میفرستم این برنامه فردا که دیگه دیر، ولی برنامه آینده شاید بخوان ازش استفاده کنن و در موردش صحبت کنن. دوستان عزیز، همونجور که بارها گفتم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این هم بهتون نشون بدم که نوشته چی، فقط اینجا فقط یک تماس از شما، بقیه کارها از تلویزیون مردم. تلویزیون خودتون رو میتونید در عرض 3 ساعت راه بندازید بشینید برنامه پخش کنید. یه دوستی برای من نوشته که آقای پاک نژاد یا آقای پاکزاد تلویزیون میخواد اینا، گفتم آقا اینا میدونن، شما لازم نیست بگی که سوربی اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان رو راه انداخت و بیشترین تجربه رو داره. اینا منو میشناسن، چون میدونن اینجا دیگه ما مفت به کسی سواری نمیدیم، هی این تو سوراخ و سوراخ کنه. آقا فیسبوک میتونی مجانی داشته باشی، یوتیوب میتونی مجانی داشته باشی، ولی اونا هر وقت دلشون خواست دو شاخشو میکشن بیرون. شما بهتره یه وبسایت مای چی میگن سالی $100 داشته باشی، ویدیو استریمینگ خودت هم داشته باشی، قشنگ میگن چی به اصطلاح همه تخمرغا رو توی سبد نذار، تخمرغات رو نذار تو سبد فیسبوک که اگر یه اتفاقی براش افتاد همه چی بره. وبسایتت باشه، فیسبوک باشه، بابک هروی این کار انجام میده، خبربین، خبربین فیسبوک، خبربین وبسایت. و به تازگی دیدم روی چیزم هست، همین الان آقای آرمان شهبازی داره به من زنگ میزنه، من دیگه از شماها خداحافظی میکنم. جمعه 12 ظهر برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم با شما کانون آوا، 2 بعد از ظهرم سوربی با مردم، فکر کنم 3 بعد از ظهرم آقای جهان شادانلو یا جهانگیر شادانلو با ما باشه، چون نوشته‌ای که برای من فرستادن که برای جمعه حاضر کنیم، بعد یه جاش نوشته بود اینم برای دوشنبه، نمیدونم منظورشون برای دوشنبه آیندن یا کلن برنامه رو میخوان دوشنبه داشته باشن. در هر صورت به احتمال 99% ساعت 3 بعد از ظهر جمعه آقای جهانگیر شادانلو با ما هستن. ویدیوی قبلیشون فکر کنم تا امروز 21,000 نفر شاید هم بیشتر دیده باشن، اون برنامه‌ای که راجع به آیت الله شیرازی و اینکه به خامنه‌ای گفته تو فرعون زمان هستی و حکم بازداشتش از طرف دادگاه انقلاب صادر شده. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.